درود بر شما بینندگان و شنوندگان محترم تلویزیون پارس اسرائیل. پریسا هستم در یک ویژه برنامه دیگر از مجموعه برنامه های میهن پرستان با دوست و همکار عزیزم جناب آقای احمدی در خدمتشون خواهیم بود تا در مورد مسائل سیاسی هفته گذشته صحبت و تبادل نظر داشته باشیم. دوستان عزیزم، برنامه های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما www.pars-israel.com دنبال کنید. همچنین نازنینانم از طریق ماهواره‌های جی ال ویز و تی وی باکس هم برنامه های ما قابل دسترسی است و همچنین در اپلیکیشن های پارسا تی وی و سرچشمه تی وی برنامه های ما پخش میشه. همچنین در دیوار فیسبوکی من پریسا دانیل بلاتین و اسرائیل پارس تی وی میتونید برنامه ها رو دنبال کنید و از دوستانی که همکنون در فیسبوک با ما هستید تمنا میکنم برنامه رو به اشتراک بذارید تا بتونیم در سطح وسیع تری آگاهی رسانی کنیم و دوستان بیشتری به ما بپیوندند. خب پیش از هر چیز درود میفرستیم به جناب آقای احمدی گرامی از آلمان که با ما هستند. درود بر شما جناب آقای احمدی عزیز. درود بر شما سرکار بانو پریسای گرامی و همکار شما آقای کامران و درود بر همه خانم‌ها و آقایون، همه بینشگران خوب در سراسر جهان. طبق معمول همین اول کار و صدای شما رو ندارم و چند دقیقه دیگه حتما درست خواهد شد. بله الان صدای منو نداری؟ خیلی ضعیف. میشنم الان... ولی بسیار ضعیف. بله چشم، حتما درستش بکنیم، ایرادی نیست. جناب آقای احمدی تا شما یک خوشوبشی با بچه ها بکنید من با این دستگاه ها بر میرم و حتما صدا درست خواهد شد. دوستان در مرمون شما پس از اجازه بفرمید منم از این فرصت استفاده بکنم عرض کنم به همه خانم و آقایون، همه دوستان عزیز در سراسر جهان مجددا درود عرض کنم و خیلی از همشون ممنونم، همیانان عزیزی که نسبت به این برنامه میهن پرستان در تلویزیون پارس اسرائیل اظهار لطف محبت میکنید و برای منم مینویسید که به چه شکلی میشه با بانو پریسا ارتباط برقرار کرد، گفتگو کرد. من تا اونجایی که میدونم ایشون تلفن خودشون رو یا به عبارتی تلفن استودیو رو مدام اعلام میکنن و در طول برنامه رو تصویر گذاشته میشه و از این طریق شما میتونید اگر صحبتی از پرسشی هست با بانو پریسا در میون بگذارید. و دومی که در مورد فرکانس ها مدام سوال میکنید، من همینجا خواستم از بانو پریسا خواهش بکنم که لطف کنن یک بار دیگه تمام مشخصات رو تلویزیون رو که رو چه فرکانس های پخش میشه و چه و چه، همین که الان لطف کنن اعلام بکنن که این ضبط بشه بمونه و من بتونم بچه ها رو ارجاع بدم رجوع بکنم به این برنامه. و اینکه بانو پریسا من لطف کنم خودشون یک بار برای من بفرستن، چون من متاسفانه اشتباهاً پاک کردم یه چیزی برای من شما فرستاده بودید که نوشته شده بود در چه اپلیکیشن ها میشه نگاه کرد، در چه از چه طریق میشه این برنامه رو گوش کرد یا نگاه کرد و غیر و زالک. ممنون میشم که اگه دوستان میپرسن منم بتونم پاسخگو باشم. در ضمن خانم آقایون، همینان عزیز، من متاسفانه بلد نیستم طرز کار اینستاگرامو، ولی اطلاعاتی که هست و میدونم اینا رو در کانال تلگرام خودم میگذارم و میتونی اونجا مراجعه کنی. به حال ببخشید من اونجا نمیدونم، مگر از روش عکس بگیرم و بتونم اون عکس رو منتقل بکنم اونجا، منتها که من بتونم لینک اونجا بذارم. یا اینکه شما از من میپرسید آقای احمدی چرا برنامه خودتون تو اینستاگرام نمیذارید، من عرض کردم من متاسفانه بلد نیستم. یکی دوتا از دوستانم سعی کردن به من یاد بدن، حالا اشتباه از من بوده که من هنوز نتونستم یاد بگیرم که به چه شکلی میتونم برنامه‌های خودم به صورت صوتی و تصویری در اینستاگرام بگذارم و اینه با کمال میل این کارو میکردم. این توضیحاتی هم بود که خواستم عرض کنم. بله عرض کنم خدمتتون که جناب آقای احمدی صدای من الان خوب شد. بله به کلی چشم دو کنان خیلی هم خوب شد. بله عرض کنم که اصلا به صورت غیر منتظره صدا تغییر میکنه
اصلا همه چیز تغییر میکنه. یکی زمانی که من برنامه خبری دارم معمولا مشکل فنی پیش میاد و با مشکل برخورد میکنیم، یکی هم زمانی که برنامه شماست. بله الان بچه ها میگن از ایران توزه میبینن، میگن که هر دفعه من برنامه دارم در ایران آدیایی یا اینجا به خصوص تو ایران آدیایی کاملا دیگه ماهواره رو چیز میکنن، قطع میکنن. پاک بر سر رژیمی که از من بترسه. پاک بر سرتون. بله هم از شما میترسن هم از ما دلخوره و وحشت دارن و هم از هممیهنانمون در داخل ایران میترسن. این هفته یعنی شما اصلا میشون رو کنید بانو پریسا، اگه من و شما و یکی دوتا دیگه مثل ما تو میدون شهیات بودیم انقلاب را میدارد. بله عرض کنم در مورد پخش برنامه های ما، تا حالا ما دو تا وبسایت درست کردیم که هر دوشو در ایران مسدود کردن، نمیتونن دوستان در داخل ایران بدون فیلتر شکن نمیتونن برنامه ها رو ببینن، ولی وبسایت ما www.pars.com هست. ما یوتیوب هم داریم، دوستان میتونید از طریق یوتیوب به اسرائیل پارس تیوی برید و برنامه ها رو ببینید، لایک کنید. در تلگرام هم من برنامه ها رو دانلود میکنم، اونجا قرار میدم که دوستانی که از ایران هستن بتونن از طریق تلگرام اسرائیل پارس تیوی برنامه رو ببینن. و همچنین به زودی ما روی اینستاگرام هم خواهیم رفت، دستگاهش رو تهیه کردیم از آلمان، دوستان برامون میفرستن و تا هفته های آینده به احتمال خیلی زیاد در اینستاگرام هم برنامه پخش میکنیم. از این بابت که دوستان زیادی برای ما پیام فرستادن که بهتر میتونن از ایران دسترسی داشته باشن در اینستاگرام. و ماهواره های جیلویز و روکو تیوی باکس هم برنامه های ما رو پخش میکنن. اروپا، آمریکا هیچ مشکلی ندارن، ولی نمیدونم وضعیت در ایران چطوره. ما هنوز رو ماهواره هاتبرگ نیستیم. دوستانی که سوال میپرسن، شوربختانه هنوز امکانات مالی به ما اجازه نداده که بتونیم روی اون ماهواره بریم. این تلویزیون یه تلویزیون مردمی است و با از جانب دولت‌های انگلیس و عربستان حمایت نمیشیم که بتونیم اون برنامه‌ها رو در ماهواره داشته باشیم. اگر همچین اتفاقی هم بیفته مطمئن باشین معجزه است که فقط با قدرت مردم انجام شده، که امیدواریم این اتفاق بیفته. و جناب آقای احمدی عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یک هفته گذشت و هنوز رئیس جمهور آمریکا مشخص نیست چه کسی است. آقای پوتین خودداری کرد از اینکه تبریک میگه به جو بایدن. چند تا از ریاست جمهوری های کشورهای دیگه مثل مکزیک هم گفتن ما این کارو نمی کنیم، تبریک نمیگیم. برخی از جمهوری خواهان در آمریکا هم خودداری کردن از اینکه تبریک میگن به جو بایدن و گفتن تا روزی که رسما جو بایدن به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم آمریکا معرفی نشه ما تبریک نمیگیم. حالا تو این فاصله ای که معلوم نیست هنوز رئیس جمهور آمریکا چه کسی است، البته از هفته گذشته که رسانه‌های مافیای چپ جهان شروع کردن به تبلیغ کردن و بایدن رو به عنوان رئیس جمهور منتخب آمریکا برگزیدند، اما حالا تو این فاصله ای که مونده تا رئیس جمهور مشخص بشه داره یه اتفاقایی میفته. جناب آقای احمدی لشکرکشی کردن به نزدیکی های ایران و خیلی از خبرهایی که برای ما از داخل ایران رسیده گفتن که نیروهای چینی پایگاه های هسته‌ای جمهوری اسلامی رو ترک کردن، یعنی ایران رو ترک کردن از ترس اینکه به پایگاه های هسته‌ای ایران حمله بشه. و خب تو این هفته ما درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی رو هم داشتیم، ولی خب درست تازگی نداره، این داستان ها همیشه بوده. اما خیلی احتمال حملات نظامی به پایگاه های جمهوری اسلامی، پایگاه های هسته‌ای در ایران رو تایید کردن، یعنی گفتن که امکان زیادی داره این اتفاق بیفته. شما چه تحلیلی دارین در مورد این مسائل؟ فکر میکنین
ممکنه برن پایگاه ها رو بزنن. با توجه به اینکه رئیس سازمان انرژی هسته‌ای هم اعلام کرده که ایران غنی‌سازی اورانیوم رو چند برابر افزایش داده و تا یک قدمی بمب هسته‌ای رفته و این خطرناکه برای جهان، و دوباره قطعنامه صادر کردند و این میدونم تازگی نداره، هزار بار تالا اخطار دادن، هزار بار قطعنامه صادر کردن و جمهوری اسلامی هم نشسته میگه تا دلتون میخواد قطعنامه صادر کنید، اصلا برای ما مهم نیست. ولی شما چی فکر میکنی؟ عرض کنم حضور شما، اولا من یه مطلبی رو خودم هم نمیدونستم که ماشاءالله ازا ماشاءالله شما به جز اینطور که فرمودید به جز ذات هادورد اینا رو همه چی هستید. به امید خدا هم قراره که اینستاگرام بری، فکرم شهر امامی و سکتر بزنه میشه با این خبرهایی که شما دادید، دیگه جای بازش نداشتید، همه جا حضور فیزیکی بیده گردید. و حال حضورتون ارز کنم این مطلبی رو که شما فرمودید، من شدم جریان اون مارگزیده که از ریسمان سیاسفید میترزه، من تا به چشم خودم نبینم یه موشک روش زده یو اس آ خورده وسط ملاج علی شیره‌ای، من یکی باور نمیکنم حمله ای تو کار باشه. و هنوزم میگم اینو بازی و بازی این بر و اون وره، و تا زمانی که اتفاقاتی که نشون بده سرانجام، من نمیگم همه جهان ولی یک بخشی از جهان به این نتیجه رسیده که باید جمهوری اشغالگر اسلامی برود و باید از مردم ایران حمایت بشود، بانو من هیچی رو قبول ندارم. خیلی راحت بهتون میگم، این اگر 50 تا زیر دریایی هم بفرسته اونجا، 2000 لشکر هم بفرسته. ببینید من یادم روزی که میخواستن عراقو بزنن، در حمله اولشون زمان اون بوش پدر بود، وقتی که ارتش عراق، ارتش امریکا رفت کویت، یعنی هنوز داشت تلویزیون آلمان، هیچ وقت صحنه شما یادم نمیره، ارتش اتفاقا یادم میاد اون شب باشگاه بایر مونیخ که مسابقه بسیار مهمی داشت با یکی از باشگاه های اروپا، الان خاطرم نیست، نمیدونم باشگاهی از اسپانیا بود یا ایتالیا، خیلی بازی مهمی هم بود. و حضورتون عرض کنم که ما با یکی دوتا از دوستای به اصطلاح ایرانی آلمانی بخواستیم بازی رو ببینیم، خب قبلش اخبار که دیدیم نشون داد اولین سری این چیزا به اصطلاح نظامیان امریکایی وارد کویت شدن، من تنها کسی بودم که گفتم شک و تردیدی نکنید این جنگه، یعنی از آرایش نظامی سربازان امریکا، یعنی ورود اینا، اصلا دویدنشون، این حرکاتشون، من گفتم این جنگه و جنگم شد. ولی یه چیزی رو مطمئن بودم بعد از چند روز، البته بعد از یه چند روز که جنگ گذشت، یه چیزی رو مطمئن بودم، اینا برای سرنگونی صدام نیومدن، اینو مطمئن بودم. حالا چرا عرض میکنم مطمئن بودم؟ به دلیل اینکه مشخص بود اینا اومدن سیلی بزنن، یکی دوتا نه کشیده آبدار، یکی دوتا کشیده بزنن، یکی دوتا سیلی بزنن. در زمان بوش پسر که وقتی این میگفتن تو بمب اتم داری و چه همون داستان اینا، صدام حسین یه میزی چیده بود، روی این میز نمیدونم 1500 تا 15000 تا یه همچین رقمی خاطرم نمیاد سی دی گذاشته بود که آقا جون این تمام سی دی ها، این تمام چیزایی که شما از ما خواستین فیلم برداری کنید، اینو نشون بدید، اون نشون بدید، من یک مثقال چیزی ندارم که نشون بده اتم، من به همه با همه شرط بستم، گفتم 100% میزننش، 100% میبرنش، این ارتش اومده اینو ببره، چون آرایشش نشون میده. و وقتی که شما عرض کنم میافتید توی یه جریانی، مثلا فرض بفهم به طور مثال عرض کنم، الان شما خودتون تو همین جریان تلویزیون که هستید دیگه به ریزکاری این کار آشنا شدید، یعنی شما را همین الان از پشت این تلویزیون پارس وردارن، به طور مثال ببرن بزن تو سی ان ان، شما یکه نمیخورید، چون میدونید مثلا نورافکن چیه، استودیو چیه، دوربین چیه، میدونید تمام کار قضیه رو بلدید، و فقط اونجا مثلا بزرگتر شده، نمیدونم 4 تا چراغش بیشتر شده، 5 تا دوربینش بیشتر شده، ولی به طور کل میدونید که جریان چیه، شما چجوری باید بری رو خط، شما چجوری باید بری رو آنتن و غیر اوزاله. وقتی آدم میفته توی یه جریان سیاسی، توی یک موضوعی که عرض کنم به هر حال توی این داستان آدم قرار میگیره، دیگه بدون تعارف
شما از حرکات که در جهان اتفاق میفته هیچ احتیاجی هم نیست حتما دانشگاه فلان علوم سیاسی رفته باشی درس خونده باشی، میتونی تشخیص بدید که چه اتفاقاتی داره میفته. من تا همین الان یقین دارم، مطمئنم هنوز پرونده سقوط جمهوری اسلامی به عبارتی چنج رژیم، بارها هم گفته شده به زبان در طی این 4 سال دوران آقای رئیس جمهور امریکا پرزیدنت ترامپ گفتم شده از دهان بعضی از سناتورها به صورت جست و گریختن میتونه پریده بیرون چنج رژیم، این یواش به گوشا خورده. اما هنوز پرونده چنج رژیم جمهوری اسلامی در دستور کار قرار نگرفته، شاید هفته دیگه، شاید همین امشب، شاید فردا، ولی تا این لحظه که من در خدمتونم نه. اینا حتی اگر بخوان حمله بکنن، حتی آرایش نظامیشون هم به اصطلاح ارتششون هم بیارن توی منطقه و اون آرایش نظامی خودشون هم داشته باشن، این شاید مثلا فرض بفرمایید یکی دو تا تاسیسات اتمی که اینا یواشکی رفتن یه جا ساختن و بیشک و تردیدم اسرائیل لوشون داده، اسرائیل قشنگ دوربیناشو تا توی چاخ جمکران هم برده و داره خبر میده به امریکا که آقا جون در اینجا در اینجا در اینجا در این سه منطقه اینا یه شیطنتایی دارن میکنن، اون جاهایی که همه ما میشناسیم به اسم نتنز و به اسم نمیدونم بوشهر و این ور اون ور، سر ما رو دارن با اونا گرم کنن. نه، اینا مثلا زیر اون کوهه بغل اون یارو مثلا درهه اینا دارن یه غلطایی میکنن، یه حلیم بادمجونی اونجا دارن درست میکنن. تمام اخبارم اسرائیل به اینا میده و شاید بله حمله بکنن یا از راه دور با موشک بزنن تاسیساتشون رو بزنن، و اینکه اینا بخوان به این هدف حمله بکنن که نظام رو بر بیاندازن، چون خود امریکا اینو میدونه اگر ارتش امریکا همونطوری که وارد عراق شد، یعنی خط مرزی کویت رو ترک کرد، اون به اصطلاح منطقه بی‌طرف رو قطع کردند و بعد وارد خاک عراق شدن، یعنی دیگه مشخص شد که ارتش عراق، ارتش امریکا با توپ و تانک و تجهیزات الان مثلا 50 کیلومتر 40 کیلومتر پیشروی کرده اومده تو خاک عراق، ارتش عراق الان مثلا 100 کیلومتر رفته عقب، حالا ارتش امریکا ایستاده داره اینا رو میزنه، از بالا دارن میزنه. این مشخص شد که ارتش ایالات متحده وارد عراق شد. اگر یه همچین اتفاقی بیفته در ایران، خود امریکا میدونه که ملت ایران بلند میشن، چون ملت بی پناهه و میگن که آها حالا یه ارتش آزادی بخش اومد، یکی اومد که وقتی ما بلند شیم چاقوکشای رژیم، غدارکشای رژیم حواسشون به جبهه جنگ باشه و ما بتونیم شهرها رو تسخیر کنیم. اگر این اتفاق افتاد بله چنج رژیمه. من فعلا اینو نمیبینم، همچین اتفاقی رو، یعنی همچین وضعیتی رو نمیبینم. این نشون میده که اون بخشی که جهان رو داره میچرخونه، یا به عبارت اون بخش قدرتمندش که الان میبینید به دو بخش راست و چپ تقسیم شده، هنوز اون بخش چپ قدرت خودش رو داره به ریاست انگلیس که این اسم دموکرات هم انداختن وسط و جو بایدن این داستان رو درست کردن که الان مرکل هم صفر پشتش ایستاده و ماکرون هم اومده و چه و چه و چه، و عرض کردم متاسفانه آقای نتانیاهو هم که وارد این جریان شد، حالا سیاستش داره بازی را میندازه یا واقعیت اینه، ایشون هم رفته جزء باند گلوبالیستا، ایشون هم خریدن، نمیدونم، ما نمیدونیم، پشت پرده داریم چیزایی که میبینیم و داریم حدس میزنیم، ولی آنچه که مشخصه فعلا چپ جهان زورش داره میچربه و پشت جمهوری اسلامی ایستاده و جمهوری اسلامی اینو میدونه که پشتش گرم، پشتشون گرمه که دارن کرکری میخونن و رجزخوانی میکنن. بله، امروز هم آقای ظریف گفته بوده که آقای بایدن که بیاد سر کار ظرف مدت نیم ساعت میتونه دو تا امضا بکنه و تمام تحریم ها رو برداره و روابط برگرده به حالتی که بود در زمان اوباما و دوباره ما وضعیتمون درست میشه. خیلی هم مسخرش کرده بودن، گفته بودن آقای ظریف بوی کباب شنیده نمیدونن که دارن خر داغ میکنن. بابا خبری با. از کباب نیست. شما چی فکر میکنی؟ خبری از کباب هست بالاخره برای جمهوری اسلامی یا نیست؟ ببینید بانو پرسا، یه چیزی رو من اینه که من میگم مطمئنم، به اصطلاح نظر خودمو دارم میگم، من که من میگم مطمئنم، نه اینکه مثلا کاملا مطمئن باشم به اصطلاح به چیز به مسائل سیاسی، من اون نظر شخصی دارم عرض میکنم. ببینید آنچه که من دارم میبینم در شرایط کنونی، آنچه که من دارم میبینم این استش که ترامپ گریبان اینا رو گرفته. من در این موضوع شکی ندارم، پرزیدنت ترامپ گریبان
این چیزو به اصطلاح این فرقه تبهکاران رو گرفته. در این هیچ شک و تردیدی نداره و میخواد که به هر طریقی هست یه بلایی سر اینا بیاره. این یه بلایی سر اینا بیاره، من همیشه به خانم آقایونم به همیانم عرض کردم اینو سریع به چنج رژیم نگیرید. این میخواد یه سیلی به اینا بزنه، حالا روشونو کم کنه، سر جریان اون گروگانگیری میخواد پوز اینا رو بزنه، یه خورده حساب شخصی باشون داره، ولی هر طوری هست گریبان اینا رو گرفته. یعنی یه جورایی مثل هاش حسین اوباما، مثل کلینتون، مثل بوش، مثل ریگان، مثل دیگرانی که بودن، سر ناسازگاری با اینا داره. این کاملا مشخصه، یعنی اینو من واقعا بهش اعتقاد دارم، به معتقدم. مثل همین آقای نتانیاهو سر ناسازگاری با جمهوری اسلامی داره. اینو من کاملا مطمئنم که این آقای نتانیاهو از اینا خوشش نمیاد، از جمهوری اسلامی. اما صحبت ما بر سر این که ظریف مثلا خیال میکنه که حالا یه جورایی ما میشه با اینا کنار بیام، مثلا یه کاری میشه کرد، نه، یه کاری نمیشه کرد. جمهوری اسلامی دو راه بیشتر نداره، یا باید آدم بشه، تربیت بشه، وارد بازار جهانی بشه، به عبارت ساده تر چی میگن، بیاد جزء جامعه بین المللی قرار بگیره و بگه که من غلط کردم، من شکر زیادی خوردم، هرچی راجب اسرائیل گفتم، هرچی راجب نمیدونم اینو چیز کردم، این گروه تروریستی رو تایید کردم، اونو بهش اسلحه دادم، این کارو کردم، اون کارو کردم، آقا من غلط کردم، من کجا رو باید امضا کنم؟ هرچی اون چیزایی که ترامپ گفته یا جامعه جهانی به اصطلاح گفتن همه رو امضا کنه، یه ترتمیز بکنه، از این حالتی که برای خودش به وجود آورده، از این حالت بیرون بیاد، وارد جامعه جهانی بشه، زندانی سیاسی رو آزاد بکنه، مرزها رو باز بذاره، تو کار صلح عرب اسرائیل دخالت نکنه، خفقون مرگ بگیره، حماس درست نکنه، ترقه بازی را نندازه، موشک پرانی نکنه، ترور نکنه، تبدیل بشه به یه رژیمی که میشه باهاش بشینی مذاکره بکنی، رئیس جمهورش حالا مثلا هر کی میخواد باشه، رئیس جمهورش مثلا پاشه بیاد بره تو، بیاد بشینه به اصطلاح تو جوامع جهانی عرضم حضور شما صحبت بکنه. ببخشید با اون صدای من هستش یه لحظه؟ بله بله صدای شما بله میشنم. بله بیاد ببینید، بیاد بشینه تو جامعه جهانی صحبت بکنه، رئیس جمهورش حالا هر کی میخواد باشه، میخواد آخون باشه نباشه، قشنگ وقتی وارد یه کشوری میشه مورد استقبال قرار بگیره، رؤسای جمهور دیگری که با اینا در ارتباط دار اونا بیان ایران، مثل آدم ازشون پذیرایی بشه، آ این مشروب نخوری، آ اینو نخوری، آ اونو نپوشی، یا مثل آدم، مثل کشورهای نرمال جهان بشه. یا باید این راه رو بره، یا باید به راه خودش ادامه بده. راه سومی وجود نداره. ترامپ اومده این تکلیفو داره روشن میکنه، میگه ببین بابا جون، تو یا باید آدم بشی اونطوری که من بهت میگم، اونطوری که من بهت میگم، یا باید آدم بشی یا نه به همین مسیری که به نظر خودت خوبه ادامه بدی. به این مسیری که داری ادامه میدی مطمئن باش من دیگران نیستم، من میذارم لهو لوردت میکنم. خودت هم میدونی تا خیرخری تو چه بدبختی و گرفتاری گیر کردی، با یه بشکن ملتت میرسی تو خیابون، مرده و زندت میاره جلو چشم. حالا دیگه خودتون باید تصمیم بگیری. تمام جهان در طول این سالها برای رژیم اشغالگر اسلامی، برای این رژیم تروریست و تروریست پرور، یه راه سوم دیگه هم گذاشته بودن. یعنی اینکه بهش گفته بودن یا آدم شو بیا تو جامعه جهانی، یا به راه خدا اگه ادامه بدی ما باید قهریم. حالا هم دیگه به هر حال خوددانی، این حال دیگه هم خوددانی، یعنی ما باید یه جوری هم مماشات میکنیم. ترامپ جز آدمایی که گفته من باید مماشات نمیکنم، نه، یا آدم میشی یا ادامه میدی، ادامه بدی کشیده است، آدم بشی ما هم بهت کمک میکنیم. همینه که خودش هم گفتش که من برای بار دوم موضوع به خاطر همینه که جناب آقای احمدی، خب به خاطر همینه که الان میخوان ترامپ رو یه جورایی کنار بزنن. الان موضوع همینه که خیلی ها میگن اگر ترامپ موفق بشه ثابت کنه که تقلب شده و بتونه در کاخ سفید 4 سال آینده رو بمونه، ممکنه ما بتونیم از دست این جناح چپ نجات پیدا کنیم. یعنی به نوعی پیروزی ترامپ یعنی برملا شدن تمام این دموکرات ها و جنایت هاشون در طول همه این سال ها. ولی اگر ترامپ موفق نشه اون وقت چه خواهد شد؟ خیلی ها میگن در همین مدت 1 ماهه‌ای که ترامپ باقی مونده تا کاخ سفید رو تحویل بده، یعنی اگر مجبور شد شکست رو بپذیره،
و اونجا رو تحویل بده به دموکرات ها بیاد بیرون، میگن به همین دلیل ممکنه تو این مدت کوتاه یه کاری از پیش ببری، یعنی یه کاری بکنه بالاخره. نه من به این اعتقاد ندارم، چون سیاست امریکا سیاست شیره خطی نیست. ما داریم راجع به ایالات متحده و سیاست‌های جهانی صحبت می‌کنی. ما راجع به مثلا فرض کنیم رابطه جمهوری اسلامی با ترکیه، جمهوری اسلامی با ایتالیا، جمهوری اسلامی با آلمان، جمهوری اسلامی با ژاپن، ما راجع به اینا صحبت نمی‌کنیم. ما داریم راجع به یه کشوری صحبت می‌کنیم که اون تکلیفش رو روشن کرده، میگه یا این ولی یا اون ولی. نه آقای احمدی، الان یه اتفاقایی داره میفته. مثلا یکی از اتفاقایی که افتاده امروز، مایک پومپئو اومده اسرائیل. میدونین که از بحرین هم اومدن وزارت امور خارجه بحرین و تعدادی از سران بحرین اومدن اسرائیل با مایک پومپئو و مقامات اسرائیلی از جمله آقای نتانیاهو دیدار داشتن. تو این امروز صبح مایک پومپئو یه حرکتی رو انجام داده که هیچ کدوم از سران دولت مردان آمریکایی هیچ وقت انجام نمیدادن، یعنی جرأتش رو نداشتن. یکی از اون کارها این بود که مثلا مناطق مورد مناقشه در کرانه باختری که همیشه سالیان درازی مورد بحث بوده که اسرائیل میگفتن که اونجا مالکیتی نداره و بعد این زمین ها رو به فلسطینی ها برگردونه، از اون طرف خب اینجا شهرک سازی شده، اونجا اسرائیلی ها شهروندانشون دارن زندگی میکنن. امروز مثلا پومپئو رفته از این مناطق دیدار کرده، با اهالی این شهرها صحبت کرده و علنا گفته که نه این سرزمین ها، یعنی یه جوری با عملش تأیید کرده که قبول داره که این زمین ها متعلق به اسرائیل و نه فلسطین، در حالی که هیچ کدوم از سران کشور ایالات متحده که می اومدن به اسرائیل هرگز قبول نداشتن که حتی از اون مناطق دیدار کنن. پس این داره نشون میده که دولت ترامپ یه جورایی یه کارایی کرد که حکومت های ریاست جمهوری های دوره قبل نمی کردن. یعنی یه جورایی مثل این که پاش رو از گلیم درازتر کرد، مثل اینکه روی رهبری جهان و روی اون سیستمی که میخواستند کاملا جلو نرفت. شما اینطوری فکر نمی کنی؟ بیشک و تردید. ترامپ تمام روابط و ضوابط و بازی ها و تمام زد و بند ها رو باره بوره کرد، تمام خطوط و شکست، تمام روابط بین المللی رو در جهان با هم زد. ببینید من هفته گذشته بود یا دوشنبه بود اگر اشتباه نکنم یا جمعه گذشته، به هر حال حضور همیانان عزیز عرض کردم که بعد از 11 سپتامبر، چون میدونید اون 11 سپتامبر اون هواپیماهایی که رفت، اون برج دوقلو و اون وحشتی رو که در جهان به وجود آورد در ذهن بشریت مون. ولی همین جریانی که الان انتخابات که در امریکا هست هیچ گونه کمیتی نداره از اون جریان 11 سپتامبر. خیلی مسئله مهمیه. ببینید بانو پریسا، اونهایی که در کار مسائل سیاسی هستن تعقیب میکنه، حالا حتما آدم نباید سیاست مدار باشه، کسانی که مسائل سیاسی رو تعقیب میکنن در جهان میدونن که این مسئله انتخابات، خاطرتون باشه من اینجا حضورتون عرض کردم در اکتبر که این انتخاباتی که در امریکا هست با همین جمله عرض کردم بوی خونش میاد، چون تکلیف جهان با این انتخابات روشن میشه. از روزی که ترامپ رفت تو کاخ سفید، ترامپ نرفت تو کاخ سفید، ترامپ رو بردن تو کاخ سفید. اون کسانی که بردنش تو کاخ سفید اونا دارن سعی میکنن اینو نگرش دارن. این انتخاباتی که شد تکلیف جهان رو داره روشن میکنه. اگر من البته منتظرم که کار تموم بشه به اصطلاح 20 ژانویه که دیگه مشخص بشه که چه کسی سوگند این ریاست جمهوری رو یاد خواهد کرد، که من بعد مطالب رو خواهم گفت، چون الان بنا به دلایلی، بنا به مصلحت کار روزگار نمیشه یه مسائلی رو گفت، ولی یه اشاره کوچیکی حضورتون عرض بکنم و اون این هستش که اگر ترامپ، من این اگر رو میگم میتونم تقریبا به شما بگم تا 60% من ایمان دارم که این شخص میمونه تو ریاست جمهوریش تا این لحظه که داره اوضاع نشون میده، نمیخوام بگم 90%، چون اون 40% ترسی که در وجودمه به خاطر مدیاهایی که تحت کنترل
چپ جهانه، چون بدون تعارف ما چند تا خبرگزاری خبر پخش کنی در جهان داریم که واقعا داره حقایقو میگه، شاید 4 تا 5 تا تو دنیا شاید، و نه همه دارن به نفع چپ جهان کار میکنن، تمام یعنی خبرگزاری های گردن کلوفت جهان، تمام اسوشیت پرس، یونایتد پرس، فرانس پرس، همه به نفع چپ جهان داره کار میکنن. اینا پولشو حتی فاکس رو هم خریدن. بله فاکس که جمهوری خواه بود و همیشه ترامپ میرفت اونجا مصاحبه میکرد، اونجا رو هم خریدن. شما ببینید وقتی توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، سخنان این مرد رو هنوز رئیس جمهوره، یعنی ایشون تا موقعی که خدافسی نکنه رسما از تو کاخ سفید نره، حتی اگر تصویب بشه که جو بایدن رئیس جمهوره در اوکی، ولی این شخص باید از ریاست جمهوری بیاد بیرون، از توی کاخ بیاد بیرون، برای آخرین بار رو اون چمن سبز دستشو تکون بده، سوار اون هلیکوپتر بشه، بره با رئیس جمهور جدید دست بده و دیده بوسی و قربون شما موفق باشه خدافظ. بعد این دیگه بهش نمیگن رئیس جمهور، این هنوز پرزیدنت ایالات متحده امریکاست، یعنی باید با این لغت نامشو ببریم، پرزیدنت ترامپ. نمیتونن شما بهش بگی اکس پرزیدنت، پرزیدنت سابق، یعنی رئیس جمهور امریکا. وقتی که توییتاشو چیز میکنن، حذف میکنن، یوتیوبشو حذف میکنن، وقتی که شما میبینی در جهان کاملا دارن سانسورش میکنن، خب این اون قدرت چپ جهان رو داره نشون میده. اما اگر ایشون بمونه تو کاخ سفید، شک و تردیدی نکنید که تمام آنچه که ما امروز روی نقشه جغرافیای جهان داریم میبینیم، نقشه سیاسی جغرافی جهان، نه نقشه طبیعی، نقشه جغرافیای سیاسی جهان رو داریم میبینیم، شک و تردیدی نکنید اتفاقاتی خواهد افتاد که خیلی شاخ در بیارن. یعنی چیزایی که اگه من بخوام یکی دو تا نمونهشو بگم، هم بسیار 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 تعجب آوره، هم در این حال هم خنده داره که نه آقا دیگه اینطوری هم نمیشه. به خاطر همینه میگم باید صبر کرد. اگر نمونه به شما قول میدم اقتصاد جهان با یک ورشکستگی، به ویژه اقتصاد امریکا با یک شکست سنگین و یک رکود اقتصادی شدیدی اروپا باش مواجه خواهد شد و منتظر نه یک جنگ، چندین جنگ بزرگ، نه جنگی که مثل ایران و عراق باشه یا مثلا حملات لبنان به فلسطین یا به این شکل، نه، یک دو سه تا جنگ بزرگ در راهه که مجموعه این جنگ های کوچک که خود آلمانی هم اینو میگن چند جنگ کوچک جهانی در راهه که این تبدیل میشه به گروس کریگینگ انسویل، یعنی جنگ بزرگ در تمام جهان که بهش میگن جنگ جهانی سوم. در این شک من ندارم، امیدوارم اشتباه بکنم، ولی بانو پریسا من حدود 3-4 سال پیش، بله قبل از اینکه بیام به اصطلاح جلوی دوربین، دارم هم هنوز صداشو دارم، برنامهشو دارم، در رادیویی که من با همیانان گفتگو میکردم، رادیو صدای ایران در هیوستون تگزاس، در 6-7 جلسه، ولی میگم صداهاشو دارم، همه سیدیاشو دارم، توضیح دادم کاملا با شرایطی که دنیا هست به همین شکل بره جلو، جهان با جنگ جهانی روبرو خواهد شد، دونه به دونه رو همه رو توضیح دادم در زمان هاش حسین اوباما، و گفتم اگر تغییر و تحولات اساسی در کاخ سفید نشه، شک و تردیدی نکنید که جهان به سوی جنگ میره. اینو زمانی داشتم میگفتم که هنوز بهار عربی و نمیدونم جریان سوریه و داعش و اینا نبوده ها، این دارم قبل از اون جریان ها میگم، یعنی 4-5 سال پیش دارم عرض میکنم، و رفته 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 دیدید که منطقه به کجا کشیده شد دیگه، هممون شاهدیم دیگه که اتفاقاتی که در سوریه افتاد، اون جنگ بسیار بسیار وحشتناک خانمان سوز و اون همه کشتار، و بعد کشیده شد به عراق و بعد ترکیه پاش باز شد به اینا. رو ساده نگیرید، ارتش ترکیه اومده تو سوریه و عراق داره کردا رو میکشه، یه عده مسلمون به توسط جمهوری اسلامی، یعنی یه عده وحشی علم شدن داخل سوریه و عراق، دارن سر میبرن، عراق داره تیکه پاره میشه، کردا از اون طرف بلند شدن که از خودشون دفاع بکنن، روسا دارن کمکش میکنن، فرانسه، آلمان و انگلیس ارتش وارد امریکا، وارد سوریه و عراق کردن، امریکای ضعیف شده توسط اوباما ارتش آورده ولی غلطی نمیتونه بکنه، جمهوری اسلامی مدام داره سلاح میفرسته داخل خاک عراق و سوریه و بسیار بسیار قدرتمندانه ایستاده پشت سر اسد، عربستان سعودی به اتفاق مصر و یکی دو تا کشورهای کوچک منطقه به جمهوری اسلامی میگم بکش عقب، بکش عقب و اینه بهت حمله میکنیم، دولت اردن اعلام میکنه که جمهوری اسلامی به دنبال علم کردن جریان شیعه‌گری صفویه است،
خب همین ملک حسین دوم اگر اشتباه نکنم اسمشونو، پادشاه کنونی اردن، و از اون طرف اسرائیل هم مدام داره چیکار میکنه؟ تهدیدات بسیار شدید نظامی میکنه که آقا تو بغل گوش من داری، به طرف من داری تیراندازی میکنی، داری به طرف من موشک میندازی، چون از طریق سوریه بود که ایران دیگه خیال جمهوری اسلامی خیالش دیگه راحت شده بود، آها حالا من دیگه به صورت رسمی شدم یه حیات خلوت واسه خودم پیدا کردم که بتونم خودم رسما اسرائیل رو بزنم. یعنی جمهوری اسلامی تمام هدفش بود که اسرائیل رو بکشه تو این بازی، بکشه تو این جنگ. بعد از اون طرف توسط تروریست‌های فلسطینی و لبنانی با گروه‌های حماس و سایر گروه‌های تروریستی داشت حمله می‌کرد به اسرائیل. یعنی اسرائیل مجددا دو سه منطقه زیر حملات موشکی و حملات نظامی و چریکی قرار گرفته بود و منطقه در یک وضعیتی قرار گرفته بود که هر لحظه یه دیوونگی کوچولو کارو تموم می‌کرد. بعد پوتین هم اومده بود نیروهاشو گشته بود، میگه نه من پشت اسد ایستادم، اینو میزنن اونو میزنن. بعد انگلیس اومده بود میگه پس حق من چی میشه؟ فرانسه اومده بود میگه سنتی سوریه مال منه. بعد تو این هیروبیل یه مرتبه ترکیه میاد یکی از هواپیماهای عراق روسا رو میزنه و دو تا خلبان یا یه دونه خلبانای روس رو میکشه. تشنج بین ترکیه و روسیه به وجود میاد. حالا ترکا با این کار، یعنی مخصوصا با زدن اون هواپیما، بخش اسلامی منطقه رو به سمت خودشون میکشن. مسلمونا مجبور میشن از ترکیه حمایت بکنن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه هرچی تو نظر دینی با ما یکی هستی. جمهوری اسلامی پاش از این مرحله کنار میکشه. چرا میکشه؟ چون نمیخواد که بازی اسلامی رو به دست سنیا بده، میخواد خودش بازی رو به عنوان شیعه در دست بگیره و از اون گذشته میخواد همچنان حمایت روسیه پشت سرش باشه. یک چنین بلمشویی تو منطقه به وجود میاد، خب شما دیگه منتظر چی هستین؟ جنگ جهانی اینه دیگه. و بعد اروپا حالا برای بردن نفت از خاورمیانه دچار مشکل میشه. این مشکلات اقتصادی، این مشکلات خارج کردن نفت از خلیج فارس به سوی اروپا باعث صدمات اقتصادی میشه، باعث رکود اقتصادی میشه. یک مرتبه قیمت‌ها در کشورهای اروپایی مخصوصا در این آلمان بین 3-3.5% افزایش قیمت پیدا میکنه. مردم آلمان رفته رفته قدرت خرید خودشون از دست میدن. در این هیروبیل ایرلند، اسپانیا، ایتالیا، یونان، پرتغال، پنج کشور اروپایی یکی بعد از دیگری اعلام میکنن که داریم دیگه ورشکسته میشیم، تقاضای کمک میکنیم. آلمان میاد به اینا، به این 1 میلیارد به اون میده، 2 میلیارد به اون میده، 4 میلیارد به اون میده. پولی که داره به اونا میده فشارش رو ملتش میاره. تظاهرات توی اروپا به وجود میاد. یواش یواش گروه های فاشیستی در اروپا، در آلمان بلند میشن بر علیه دولت مرکل. باد این تظاهرات و باد این تورم به بلژیک و دانمارک و هلند داره کشیده میشه. اتریش هم یه دفعه اعلام میکنه اگر به همین شکل بخواد ادامه پیدا کنه من جلو مرزامو میبندم، نمیذارم اینقدر پناهنده بیاد. مجارستان هم میگه منم دیگه نیستم. و رفته رفته جنگ داره کشیده میشه، از اول جنگ اقتصادی داره کشیده میشه به اروپا و حالا یه شکاف میفته در بین اتحادیه اروپا که اتحادیه اروپا میگه نه، یا مرزا رو همان باید باز بذاریم یا ببندیم. مجارستان میگه اصلا گورو باباتو من نمیخوام جزء اتحادیه اروپا باشم، میره به سمت شوروی، یعنی به سمت روسیه. و رومانی و بلغارستان هم وقتی میرن تنها شدن اونا میرن به سمت روسیه. و به این ترتیب پوتین موفق میشه یک بار دیگه بلوک شرق رو به سمت خودش بکشه. و بعد مسئله کوزوو و بعد مسئله عرض کنم مقدونیه و چه و چه. خب پس جنگ جهانی به چی میگن؟ حالا ترامپ اومده تمام این و فراموش نکنید کریمه رو فراموش نکنید، جنگ اوکراین رو فراموش نکنید، اشغال اوکراین توسط روسیه رو فراموش نکنید، متزلزل شدن پیمان ورشو رو فراموش نکنید، فشارهایی که لهستان به پیمان ورشو میاره که آقا شما من عضو پیمان خود کردی، الان من زیر فشار دولت روسیه هستم، تانکاشو آورده بغل مرز گذاشته، من از روسا میترسم و و و و. خب دیگه پس جنگ به چی میگن؟ 1 میلیون هم تروریست وارد اروپا شده به اسم پناهنده. ترامپ اومده تمام این وضعیت رو به هم زده. تازه این ور قضیه است، یعنی من دارم فقط خاورمیانه رو یه بخش از اروپا رو میگم. فراموش نکنین کره شمالی رو که داره آزمایشات اتمی میکنه و رسما میگه من نمیذارم اینجا بشه شمالی جنوبی، اینجا شبه جزیره کره است، من کره جنوبی هم میگیرم. ژاپن از ترس اینکه مبادا اونجا جنگ بشه یه خسارتم اون ببینه مجددا، ژاپن هم میاد اعلام میکنه میگه منم میخوام صاحب اتم بشم، باید از خودم دفاع بکنم. و یک بلمشویی داره تو دنیا به وجود میاد. دلیلش چیه؟ تزلزل سیاسی و ضعف سیاسی در کاخ سفید. چرا؟ چون رهبریتش دست چپ اروپاست که به ریاست انگلیس و گردن کلوف شدن پوتین که بیاد به خواسته های خوش برسه و مدام شاخشونه بکشه. و دیگه بعضی میخواد رسما اعلام بکنه که آره ما به دنبال اون جریان روسیه بزرگ و جریان تزار رو میره راجع به اون جریان های نیکولاس و این چیزا صحبت میکنه. بنابراین حالا پرزیدنت ترامپ میاد و به تمام این ماجراها پایان میده.
تمام ماجراها، یعنی شما این مطالبی که من حضورتون عرض کردم در مورد مسائل اقتصادی، تورم، برشکستگی یونان، ایتالیا، هجوم پناهنده ها، درگیری های نظامی در منطقه، دیگه شما هیچی از این مسائل نمیشنوید. همه چی مسکوت شد، همه چی ساکت شد. حالا ترام اگر از کاخ سفید بره بیرون، تمام این آتشی که زیر این خاکستر بوده اینا مجددا به وجود میاد، مجددا آتش میگیره. فقط با این تفاوت که این بار دیگه اسرائیل، همین یه مثال ساده براتون بزن، اسرائیل دیگه این بار اجازه نمیده که جمهوری اسلامی بیاد تو سوریه بغل گوشش اتاق خلوت بزنه، حیات خلوت بزنه. چیکار میکنه؟ قبل از اینکه این تکون بخوره اسرائیل میزنتش. و وا ویلا از اون موقع که اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله بکنه، یعنی شما قشنگ کلیدو دادی به دست یه آدم الکلی، میگه اون روبرو هم مشروب فروشه، ولی نری مشروب بخوره یا بعد دیگه شما حسابشو کن چه خبر میشه. بنابراین دعا کنیم همه انسان‌های با شرف و عاقل و بشر دوست و صلح دوست دعا کنن که ترامپ از کاخ سفید بیرون نره. اگر بیرون بره، من تصور میکنم به احتمال 80% جمهوری اسلامی مجدداً این دفعه خیلی هم بدتر، خیلی زخمیتره، چون 4 سال بعد کشیده‌های خورده، چه از داخل از توسط ملت، چه از خارج توسط نیروهای به اصطلاح امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها. و این بار با تجربه این 4 سال، با زخمی بودن و با خیلی مسائل دیگه، خیلی کینه‌ای‌تر، عقده‌ای‌تر وارد خاورمیانه میشه. فراموش نکنیم هنوز عراق رو میتونه در دست داشته باشه، هنوز به کمک روسیه میتونه سوریه رو در دست داشته باشه. نیروهای تروریست در منطقه همه گوش به فرمانشن، خیلی این دفعه بدطوری هم گوش به فرمانشن. یمن رو فراموش نکنیم، مصر متزلزل رو فراموش نکنیم و خیلی جاهای دیگه. و نیروهایی که به عنوان شبه نظامی وارد ایران کرد از سراسر منطقه، که به عنوان عراقی و چه و چه و چه وارد ایران کرده، که هر کدومشون رو با 1 دلار میتونی نوکر خودتون بکنید. چرا؟ چون همشون جنگ زده، همشون بدبختن. پاس ایرانی بهشون داده، خورد و خوراک هم بهشون داده، بهترین امکانات هم بهشون داده، میگه من تو رو این امکانات رو بدادم برای یه روز لازمه دارم، حالا میفرسم تو سوریه، حالا میفرسم تو مرز اسرائیل و همون چیزی که خواسته. جمهوری اشغالگر اسلامی همیشه با تشنج، با جنگ، با بلوا و آشوب مونده. چرا؟ به دلیل اینکه اینها ساختارهای اقتصادی تو وجودشون نیست. اینا اساسا نمیفهمن. وقتی که خمینی گفت اقتصاد مال خراس، شما دیگه تکلیفتون روشن کنید. اینا اصلا دنبال سازندگی نیستن، اینها به دنبال تخریبن. شما وقتی میخواید تخریب بکنید، باید بمب‌گذاری بکنید، باید آدم بکشی، باید منطقه رو با هم بریزی. اگر میخواید بسازی، باید منطقه رو ساکت کنی. چرا؟ چون میخوای کشورت بسازی، کاری که آریا مهر بزرگ میکردن. اینها برای تخریب اومدن، اینها اومدن که نظم و انضباط رو در جهان از بین ببرن. خیلی ساده عرض کنم، جمهوری اشغالگر اسلامی یک حکومت ضد تمدن، به خاطر ساختارهای ایدئولوژیش، به خاطر شیعه بودنشه. اینها فقط خیال نکنید ضد یهودیان، اینا ضد مسیحیان، ضد یهودیان، ضد مسلمانان، ضد بهائیان، اینا ضد هر کسی هستن که بخواد حرف از تمدن بزنه، حرف از سازندگی بزنه. مشکل خمینی با علیرضا شاهنشاهی‌آمل برای چی بود؟ اون بیمار روانی. مشکلش این بود که علیرضا داشت کشور رو میساخت، اون میگفت نه نساز، ایران باید بشه مثل دوران قاجاریه، زنها باید برن زیر کفن، مردم باید شال ببندن، همه باید عمامه بذارن، اسلام در خطر است، همه به اسلام فکر کنید. در حالی که علیرضا تمام سعی و کوششش این بود که کشور رو بسازن، مملکت پیشرفت بکنه، ایران به سوی پیشرفت و ترقی و سعادت بره جلو، مردم ایران سعادتمند بشن، دانشگاه زده بشه، پارک‌های قشنگ زده بشه، بیمارستان زده بشه، کشور ساخته بشه. خمینی اولین کاری که کرد اومد ایران چیکار کرد؟ کشور رو از حالت سازندگی در آورد. تمام کارخونه‌ها رو تعطیل کردن، تمام تأسیسات اقتصادی رو از بین بردن. هر جای که بوی سازندگی می اومد، مثل کارخونه ذوب‌آهن اصفهان، مثل کارخونه تراکتورسازی تبریز، مثل ماشین‌سازی عراق، مثل هر کارخونه‌ای، مثل پالایشگاه آبادان، هر جایی که بوی سازندگی ازش میاد رو تخریب کنید. صنایع چای رو از بین بردن، صنایع مواد خوراکی رو از بین بردن، خاویار رو از بین بردن، کمپوت سازی رو از بین بردن. هر جایی که 4 تا کارگر جمع شده بود نون داشت میخورد، میگه از تخریب کنید، چون ایدئولوژیشون اینه، پس مغزشون اینه. شما تمام تاریخ شیعه رو نگاه کنید، اگر در طول تاریخ شیعه یک نقطه به من سازندگی نشون دادید، من دست از تمام ادعای سیاسی برمی‌دارم. شیعه رو دارم عرض می‌کنم، یه نقطه. همش جنگ بوده، همش بکش بکش بوده. خودشون میگن، میگن اسلام دین خون بر شمشیره. البته باید بهترش بگن که شیعه دین خون بر شمشیره، چون سنی ها رو شما دارید میبینید، ترکیه، عربستان، امارات عربی، کویت،
دارن کشورشون رو میسازن، بحرین، قطر، مصر دارن سعی میکنن کشورشون رو بسازن. شما رادیوهای کشورهای عربی رو گوش کنید، همش ساز و آواز رو بشکن و بالا بندازه. این پدرسوخته بازی و کثافت کاری فقط مال شیعه است. این جریان خون و غم زنی و تو سر شما نگاه کنید، شیعیان پاکستان رو و سنیای پاکستان رو، شما نگاه کنید شیعیان افغانی رو با سنیای افغانی، شیعیان هند رو نگاه کنید با سنیای هند، مسلمانی که در هند هستن. شما هر جا که شیعیان رو میبینین جز خون و دروغ و تزویر و پدرسوخته بازی و حق بازی و غم زنی و همین کاری که داریم میبینیم، نظر و چه و چه و چه چیز دیگه نمیبینیم. یک شیعه رو شما به من نشون بدید در دنیا که یک کار سازنده کرده باشه، امکان نداره، محال الممکن، مطمئن نه. بنابراین اگر ترام از کاخ سفید بیرون بره که سعی دنیا هم همینه، و چرا و خیال نکنید که مثلا دنیا اینه نمیدونه، دنیا اینو میدونه، برای همین میخوان ترامپ رو بیرون کنن. چرا؟ چون اون بخشی که میخواد ترامپ رو بیرون کنه، اون بخش دنبال این جریانه، دنبال تخریبه. چپ جهان دنبال تخریبه. الان عرض میکنم چرا؟ به دلیل اینکه ایدئولوژی چپ جهان عین ایدئولوژی شیعه است. چپ جهان معتقده که ما اگر دنیا رو به فقر بکشیم، همون حرفی که مسلمانان شیعه میزنن که آقا امام زمان ظهور میکنه هرچی دنیا به کفر بره، چپ جهان معتقده هر این ایدئولوژیشون ها، حرفی که لنین میزنه و بعد از او جانشینانش اومدن و این جریان رو دنبال کردن، هرچی که دنیا، مردم جهان به سوی فقر برن، به سوی نداشتن برن، ما با ایدئولوژی چپ، با اون شعارهای فریبنده میتونیم این طبقه فقیر شده رو به سمت خودمون بکشیم، با همون شعار کارگران و کشاورزان و زحمت کشان جهان متحد بشید بر علی امپریالیست. طبیعی است وقتی که شما گرسنه باشی، اگر بیان یه جلد قرآن یا تورات یا بیبل یا حالا هر کتاب آسمانی رو بذارن با یه تیکه نون، طبیعیه که یه انسان نرمال نونه رو برم داره میخوره. قرآنی که نمیتونی بخوری، توراتو که نمیتونی بخوری، خودشون میگن شکم گرسنه که دین و ایمون نداره. بنابراین چپ جهان خواهان این هستش که همیشه دنیا رو در فقر و گرسنگی نگه داره که بتونه این چیکار کنه، به سمت خودش بکشه. الان شما ببینید کشورهایی که در دنیا هنوز به دنبال جریان سوسیالیست هستن، هنوز کلاشنیکوف تو دستشونه و داس و چکش به یه طریقی یا رو پرچمشونه یا رو سرشونه، یا به هر حال این داس و چکش شده جزء زندگیشون. ببینید کدوم کشور هستن؟ هندوراس، نیکاراگوئه، السالوادور، کوبا، پاناما، این مال اون آمریکای مرکزی. این چند تاش که براتون عرض کردم، توی منطقه دریای کارائیب به همیشه، بیاین تو آمریکای جنوبی به همیشه، بیاین تو آفریقا به همیشه، بیاین تو آسیا به همیشه. کدوم کشور آدم حسابی رو تو دنیا دیدی دنبال داس و چکش باشه؟ کره جنوبی رو نگاه کنید، کره شمالی نگاه کنید، آلمان شرقی سابق رو نگاه کنید، آلمان غربی سابق رو نگاه کنید، کدومشون به سمت داس و چکش رفتن؟ شرقی. چرا؟ چون تو فرق بودن. واسه فرمودی الان یک بخشی در اندونزی دنبال جریان چپه، هنوزم قوی هم هنوز هم دارن فعالیت میکنن. منتها چرا نتونستن اندونزی رو بکنن نوکر شوروی؟ به دلیل اینکه انگلیس منافعی که اونجا داره این اجازه رو نداده. وگرنه اگه انگلیس در اندونزی منافعی نداشت، شک و تردید نکنی اندونزی جزء کشوری بود که امروز وسط پرچمش چیز بود، داس و چکش بود. حتی مالزی که چندی بارم خواستن از پادشاهی بندازنش، اون به خاطر اون شانسی که آوردن که بندر سنگاپور و انگلیسا اونجا علمش کردن، و چون احتیاج به اون بندرگاه تجاری دارن، اون منطقه رو فعلا خالی از جریان ایدئولوژی چپ کردم. به هر حال مقصودم این هستش که اگر به همین شکل ادامه پیدا بکنه، یعنی آقای ترامپ بره بیرون، شک و تردیدی نکنید. جنگ است که حتی آقای نتانیاهو هم گفتن اگر جو بایدن بیاد و اون برجام رو بخواد چیز بکنه، انجام بده، و به اصطلاح اونطور که خودش داره میگه ما به برجام معتقدیم، ما داریم میگیم ما حمله میکنیم به جمهوری اسلامی. خب از آقای نتانیاهو بپرسید چرا حمله میکنه؟ چون نتانیاهو میدونه دیگه، نتانیاهو میدونه که اگه برجام به وجود بیاد یعنی چی؟ یعنی جنگ. و قبل از اینکه بزنید هم میزنم دیگه. و ورود اسرائیل به جنگ در منطقه که الان هم خب صلح کرده با کشور اسرائیل، که یکی از دلایل اینکه اسرائیل چقدر با زیرکی و با ظرافت این صلح رو با کمک بیشک و تردید، اساسا با کمک آقای ترامپ بود، این صلح رو بلافاصله با آغوش باز پذیرا شد، و یعنی پشت پرده تمام حرفا زده شد، به خاطر اینکه حالا کشورهای عربی نرن پشت جمهوری اسلامی بر علی اسرائیل. حالا جمهوری اسلامی تنها شده و اسرائیل راحت‌تر میتونه بزنتش، جمهوری اسلامی. به هر حال امیدوارم که ترامپ در کاخ سفید بمونه، یا به عبارتون بخش عاقلی که در جهان هستن و این مرد رو تا اینجا حفظش کردن، همچنان حفظش بکنن، چون در 4 سال آینده این میتونه دنیا رو برگردونه به دهه‌های 70 میلادی، که یک بار دیگه صلح و آرامش و امنیت و از همه مهمتر این اعتمادی که جامعه از دست داده، الان به خصوص به این جریان کرونا
اعتماد جامعه از بین رفته. ببینید بانو پریسا، شما کره زمین رو یا هر کشوری رو یا هر شهری رو یا یه خانواده رو، یه خانواده میشه اجتماع کوچیک، شما یه خانواده رو وقتی میتونید داغونش کنید که اعتماد رو در اون خانواده از بین ببری، پدر به مادر اعتماد نداشته باشه، مادر به بچه‌ش اعتماد نداشته باشه، بچه به پدر مادر اعتماد نداشته، این خانواده میپاشه، شک و تردیدی نکنید. حالا شما این اجتماع کوچیکو بیارین تو یه شهر، یه روستا بیارینش، تو یه شهر بیارینش، تو یه کشور بیارینش، تو یه منطقه بیارینش، تو یه قاره بیارینش، تو کل دنیا، اعتماد در جهان از بین رفته. ترامپ میخواد، یعنی به عبارت اون بخش ترامپ میخوان این اعتماد رو تو جامعه به وجود بیارن. وقتی این اعتماد تو جامعه به وجود بیاد، دیگه من نمیام به شما بگم مزدور ها، جاسوس ها، چپی ها، نکنه تروریسته، نکنه میخواد منو بکشه. من و شما دیگه میتونیم مجددا اون عشق رو بفهمیم، میتونیم با هم عاشقانه صحبت کنیم، میتونیم هم دیگه رو درک کنیم، یه بار دیگه با هم بیرون بریم، یه بار دیگه بدونی که من به شما بگم شما بهایی هستی، یهودی هستی، مسلمان هستی، کاری به دینت نداشته باشم، یه بار دیگه با هم بریم بیرون بشینیم، یه بار دیگه با هم بریم بنوشیم، با هم آهنگ گوش کنی. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی یک بار دیگه اون لطافت و عشق و دوستی و اون چیزهایی که بشر رو به هم وصل میکنه یک بار دیگه بیاد، یه بار دیگه ما بتونیم با لذت، هر مملکتی بتونه با لذت موسیقی مملکت خودش رو گوش کنه. الان شما موسیقی ها رو نگاه کنید، همه شده چی؟ فوش و جنگ و اسباب بازیایی که واسه بچه‌ها میسازن همش اسکلت مرده و نمیدونم خون و عکس دراکولا. و کجا ما زمان ما اینطوری بود؟ کجا تا 15 سال 20 سال پیش اینطوری بود؟ این بازیایی که دادن دست بچه‌ها نگاه کنید، همش تیراندازی و همش خفاش میاد و بعد این از پایین داره میزنتش و همش وحشت وحشت وحشت، و دارن یه نسلی رو به وجود میارن که این نسل مثل که قراره 20 سال دیگه از این ور خیابون با اون ور خیابون اونو با لیزر بزنه. آی ماشین پرنده اومده، آی ماشین با گاز اومده، آی ماشینای اومده درش اینجوری میشه. آه چرا؟ بعد انسان ها رو دارن میکشن، ربات دارن میارن. یعنی الان کاری شده که دیگه رفته 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 در همین آلمان در کارخونه مرسدس بنز فقط کارگران مشغول بسته‌بندی شدن، کارگر دیگه کار نمیکنه، این ربات‌ها هستن که دارن جوشکاری میکنن، رنگ میزنن، فقط این کارگران میرن این جلوبندی ماشین رو میکنن توی ماشین، همین دیگه، این یکی دوتا کار مونتاژشو میکنن. خب این داره نشون میده، اگه یه مقدار انسان با عقل و درایت به مسائل نگاه کنه، داره نشون میده که یک این چپ جهان دنیا رو داره دقیقاً با برنامه حساب شده، تمام ریزکاریاش هم روش حساب کردن، کاری یه سال و ده سال هم نیست، این 40-50 سال روش کار شده، قشنگ دنیا رو دارن میبرن به همون مسیری که دوست دارن. شما تصور میفهمین چرا این تلفن ها رو دست من و شما دادن؟ به خاطر اینکه قدماتون رو، یعنی شما این تلفنتون تو جیبتون باشه، قدمای شما رو دارن میسنجن، یعنی سر برج برای شما یه چیزی میاد، یه اطلاعاتی میاد، میگه شما چند کیلومتر ماشین سواری کردی، چند کیلومتر راه رفتی، چند قدم زدی، کجاها رفتی، کجاها خرید کردی، کدوم رستوران رفتی، کدوم شهرها رفتی، ضربان قلبت هم برات میشماره. چرا؟ بعد به صورت مجانی شما 24 ساعته بشین صحبت کن با تلفن، عکس بگیر، ویدیو، هر کار دوست داری بکن. چرا؟ کنترله، کنترل جهان. چرا جهان رو کنترل میکنن؟ به خواسته های خودشون برسن، به اعمال خودشون برسن. اهداف چیز؟ اعمالشون چیز؟ اهدافشون چیز؟ کشتار جمعیت جهان به سبک خودشون و به وجود آوردن یک جهانی که من یادم دهه‌های 70 میگفتن یک جهانی که بره به صورت به یک قسمتی که بهش میگن بیمرزی، و یواش یواش این بحث آنارشیست در جهان داشت گل میانداخت که یه قسمتی هستش که دیگه جهان بیمرز باشه، دیگه هیچ کی پاسپورت نداشته باشه، هر کی هر چه دلش بخواد زندگی بکنه. این برنامه ریزی شده روش بان پریسا، برنامه ریزی شده از زمان آیزنهاور هم کلی که این جریان رو کلیدش رو زدن، یکی دو بار فقط قطع شد با اومدن تیم نیکسون به کاخ سفید و چه و چه، که دیگه کارتر اومد و این جاده رو صاف کرد و الان هم مسیر داره میره اون طرف. من امیدوارم که پرزیدنت ترامپ در کاخ سفید بمونه، دروغم نمیگم، حالا یا خودم رو گول میزنم یا خوشم میاد خودم گول بزنم یا خودم به خودم دارم دروغ میگم یا به خودم دارم امید میدم، چون همیشه انسان امیدواری بودم، انسان ناامیدی نیستم، ولی واقعیت‌ها رو قبول می‌کنم. امیدوارم اینطوری که دارم می‌بینم در عرض این دو هفته اخیر که اوضاع داره عوض میشه، ایشون تا 60% احتمال مودنش در کاخ سفید هست، ولی اگر نه متأسفانه جهان به سوی فاجعه میره که یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین کشورهایی که در این فاجعه قربانی بدی خواهد شد ایرانه، که متأسفانه امپراتوری ایران از بین خواهد رفت با این شرایط اگه ملت بلند نشه. و تمام هدف انگلیس هم همین بوده که امپراتوری ایران رو از بین ببره. برای همین بود که آریامهر بزرگ در برابر آرامگاه کوروش بزرگ اون فرمایشات رو کردن و اون اعاده حیثیت ملی بود که یک زنگ خطری بود برای ملت ایران که این تاریخ شماست، این تاریخ رو نگه دارید، که متاسفانه
یک نسلی شعورشون نداشت و دیگه از کجاش بگیم که دمش درد آورد. شرایط خیلی سخته و من حالا ببخشید دوستان پراکنده تیکه تیکه گفتم، اونتا منتظریم که ببینیم که کاخ سفید تکلیف چه خواهد شد که بعد من برنامه‌هایی رو خواهم گذاشت با همیانان گفتگو خواهم کرد. وظیفه من وظیفم گفتنه، وظایفم رو انجام میدم و بعد ببینم که تکلیف خودم در این دنیا از نظر موقعیت سیاسیم چه خواهد شد، چون اینطوری که اوضاع مشخصه من که یه تنه مثلا کسی نیستم که یه تنه بتونم در برابر گلوبالیست‌های جهان بایستم و یه ملت خفته رو اینطوری از خواب بیدار کنم، ولی وظایفم رو انجام میدم و دیگه اون موقع بعد ببینیم که تاریخ چه مسئولیتی به دوش ما خواهد گذاشت، ادامه باید بدم یا اینکه منم باید مثل دیگران صحنه رو ترک بکنم. یعنی دستور تاریخی که باید ترکش کنیم صحنه. ببخشید خیلی من خورده فرمایش کردم، عذر میخوام. خواهش میکنم، استفاده کردیم کاملا درسته، من شما رو درک میکنم کاملا، چون حقیقتا خب خیلی هم به من میگن که خانم پریسا تو که نمیتونی یک تنه دنیا رو عوض کنی، تا یک جایی میشود پیش رفت. و خیلی ها به من گفتن که اگر آقای ترامپ در کاخ سفید نمونه اصلا تلاشتون بیهوده است، اصلا همه باید صحنه سیاسی رو ترک کنیم، چون دیگه نشون میده که قدرت چپ به واقع روی اون برنامه‌ای که برنامه‌ریزی شده دارن میرن. و شاید اگر یه ترامپ در این 100 سال پیدا شد و اون همین بود، یعنی ممکنه این فرصت دیگه تا 100 سال آینده هم پیش نیاد. و حالا شما چی فکر میکنین؟ آقای ترامپ که هر روز هم خودش و هم دوستانش در توییت می نویسند که بله تقلب شده، هر روزم تقلب هایی رو کشف می کنند، مثلا امروز یک اتاق پر رای های آماده که روش همگی بایدن نوشته شده بوده کشف شده، که در انبار این رای ها رو گذاشته بودن که هر وقت نیاز شد بیارن و وارد کامپیوتر کنن. خیلی از آدم ها اصلا هویت ندارن، بعضیشون مردن اومدن رای دادن، خیلی هاشون از یه ایالت به یه ایالت دیگه رفتن رای دادن، و تقلب های بسیار بسیار واضح و روشنی اتفاق افتاده، به حدی که یکی از رسانه های آلمانی هم امروز این رو صحبت کرده بود در موردش، یک رسانه روسی هم این موضوع رو تایید کرده بود. شما چی فکر میکنین؟ بالاخره وکلای دونالد ترامپ موفق میشن در دادگاه این به اصطلاح انتخابات رو زیر سوال ببرن و تقاضا کنن که تجدید نظر بشه، و از اونجایی که نیم بیشتر سنا جمهوری خواهان تشکیل میدن، این احتمال وجود داره که اگر انتخابات از نظر سلامت زیر سوال بره، همه ایالت ها و مجلس سنا تصمیم بگیرن که ریاست جمهوری آتی چه کسی خواهد بود، و از اونجایی که جمهوری خواهان در اکثریت هستن ترامپ رو انتخاب میکنن. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید ممکنه این اتفاق بیفته؟ عرض کنم حضور شما، من اینطور که دارم فکر میکنم که شما میخواید من رو کاملا بفرستید به سمت سیاهه من که خودم این برنامه هایی که در برنامه های خبریم گذاشتم و از افشاگری ها گفتم، از اتفاقاتی که افتاده و تقلب های بسیار بسیار گسترده که رخ داده. آقای احمدی، من دوستانی دارم در آمریکا که الانن خودشون با من تماس گرفتن، گفتن ما رفتیم رای بدیم، بعدن وقتی که توی قسمت رای گیری رفتیم توی اون جایی که مثلا رای بدیم، گفتن که شما قبلا رایتون رو دادیم، در حالی که ما رای نداده بودیم، ولی انگار یه نفر با شناسنامه ما قبلا به نام ما رای داده بوده. یعنی به همین سادگی هیچ کس چنین تقلبی رو تا امروز به این گستردگی در آمریکا ندیده بوده. یعنی خود مقامات آمریکایی هم این رو اذعان داشتن و گفتن که تا حالا همچین تقلب بی سابقه در ایالات متحده آمریکا رخ نداده بوده.
و من هر روز این خبرها رو حتی خودم فرستادم روی سایت وزارت امور خارجه آمریکا. خودم خبرشون کردم. مالی جانا بله. بله. مثلا سراغ شما آمده نگید که منو میشناسید. چون آشنایی با من ندید. ببینید بابا پریسا، یک جنگی نه این تقلب و این اتاقه رو پیدا کردن، نمیدونم چهار تا چیز اونجا بوده، کارتون توش بوده، نمیگم اینا دروغه ها، ببینی یک جریانی پشت صفحه داره میگذره. شما الان دارید منو میبینید با این دکور، پشت این دوربینه که نمیبینید که چه خبره. پشت این دوربین الان مثلا آدم نشسته، کسی ننشسته، چیه روبروی من. شما این چیزی دی که من دارم نشونتون میدم دارید میبینید. من این چیزی که الان شما دارم میبینم، شما اگه این دوربینو برگردید اونور، مثلا میبینن ای اونور مثلا یه تلویزیون دیگه است، اونور یه دکور دیگه است. این چیزی که ما داریم اونا میخوان به ما نشون بدن و ما داریم میبینیم. ما باید به عقلمون رجوع کنیم. عقل من، عقل ناقص من به من میگه پشت این جریان یک اقیانوس خون خوابیده، یا یه عده‌ای میخوان جلوی این خون رو بگیرن که این اقیانوس خونی نشه و مجدداً هم دو رنگ آبی بمونه، یا اینکه نه، یه عده‌ای میگن که نه، این اقیانوس باید پر خون بشه. دو گروه افتادن پشت خط به جون هم، دو گروه بسیار گردن کلوف. یعنی به طور مثال عرض میکنم، کارتل ها و تراس های گردن کلوفت نفتی رو فرض کنید به طور مثال پشت ترام ایستادن، بعد کارخانجات گردن کلوفت اسلحه سازی در دنیا، تیرکمون که نمیسازن، یعنی یه موشکش مثلا 100,000 دلاره، کارخانجات گردن کلوفت اسلحه سازی هم پشت بایدن ایستادن، پشت مثلا پرزیدنت ترام کارخانه عظیم فرض بفرمایید نوشیدنی کوکاکولا ایستاده، پشت سر مثلا بایدن کارخانه اون شرکت عظیم مکدونالدز ایستاده، پشت سر مثلا ترام اون شرکت به اصطلاح فروشگاه های زنجیره‌ای کوروش ایستاده، پشت سر ترام پشت سر بایدن مثلا فروشگاه زنجیره آلدی ایستاده. پشت جریان گردن کلفتا این دایناسورا افتادن به جون هم، اون پشت اینا چگونه با هم کنار بیان، چه امتیازاتی از هم دیگه میخوان بگیرن، چه خبره، اونو دیگه نه تو دانی و نه من. این اسرار ازله، هیچ کم نمیفهمه. مثل جریان جان اف کندی که ترورش کردن، هممون داریم حدس میزنیم آقا جمهوری خواه زدنش، آقا دموکرات ها زدنش، آقا یهودی ها زدنش، آقا شاید هم موقع تروریست های مسلمون زدنش، آقا نکنه مثلا ویتنامی ها زدنش، آقا کارخانجات اصله سازی زدن. اینا حرفه. اون کسی که برنامه رو ریخت و اصله رو به اون یارو داد و از اون بالا اینو بغل دست زنش ژاکلین زد، اونا میدونن چیه. اون پرونده بیرون نمیاد. مثلا 200 سال دیگه که مثلا ما الان میگیم 1820، میگم ما 1820 اصلا ولش کن، مثلا سال 2090 2000 مثلا 188 چه مثلا سال 3000 میگم کی کندی کی بوده، آرزون بوده، اینطوری زنش ها اصلا خنده‌دار بشه موضوع، اصلا کسی نخونن اصلا، مثلا بس صفحه چهارم روزنامه بنویسن اینا، نه تیتر بزنن، چون هنوز داغه، هنوز نمیتونم بگم موضوع مال سال دهه 60 میلادی بوده. بنابراین این اتفاقاتی که داره میفته در جهان، که من عرض کردم حضورتون از دهه 70 من دیگه انتخابات امریکا رو یادمه که انتخاباتی که در امریکا میشد و بعد بزرگترهای ما، پدر مادرهای ما با دقت گوش میدن ای مثلا این میخواد رئیس جمهور بشه، اصلا همچی خبرهایی نبود. یه نفر قهرمان میشد، یه نفر هم نهایت قهرمان میشد، اون قهرمانه به این یکی چیز میکرد که خسته نباشی، خیلی ممنون شما باید بری، اونم میگه قربون شما، شما موفق باشین، و یکی دو تا جمله به هم میگفتن، نه من قبول ندارم مثلا در فلان جا چیز بوده، تقلب بوده، بعد رفیقاش بودن نکن آبروزی نکن، سرت بنداز پایین برو. این اینطوری نیست. این جریان، این انتخاباتی که در امریکا هست، از روز نخستش مشخص بود که ترامپ داره چاقو تیز میکنه. چرا چاقو تیز میکنه؟ چون داشت به اینا میفهمون من میدونم شماها نمیخواید من اینجا بمونم، من میدونم شماها دارین تقلب میکنین، برای همین هم هستش که الان خودش داره میگه ما برگه های رای گیری رو ندام کد گذاشتیم روی چیپ گذاشتیم روی ندام پفک گذاشتیم روش که دست شما رو بگیریم و دست شما رو بشه. صحبت من بر سر این هستش که
پشت این جریان، این من اینطوری تصور میکنم که این دموکرات ها که 100% میدونن تقلب شده، 100% میدونن حقشون نیست به کاخ سفید برن، 100% میدونن رئیس جمهورشون چاخان بخانه، بعد اصلا اونم این مردک، اونم مثلا پیر مرد قرازه زوار در رفته که حالا همون زن هندیه رو میخوان علمش بکنن. یعنی اینا دموکرات ها میخوان بگن ما اولین حزبی بودیم که سیاه پوست به مجد... به ریاست جمهوری رسوندیم و ما اولین حزبی هستیم که یک زن رو به ریاست جمهوری رسوندیم. اینا میخوان جاپا تو تاریخ داشته باشن که بتونن مثلا 10 سال دیگه بتونن 2 تا دوره 3 دوره 4 دوره بمونن، که این جزء افتخارات کارنامهشون بشه که نگاه کن جمهوری خواه ضد زنن، نگاه کن جمهوری خواه ضد سیاه، اینا هنوز فاشیسته، اینا ضد رنگین پوستان، اینا طبیعیه، اینا به فکر آینده حزبشون هم هستن و باید یه چیزایی هم قربانی بکنن در این وسط. بنابراین حالا پشت پرده دموکرات‌ها چه باجی میخوان از جمهوری خواها؟ که آقا جون دست از سر ایران بردار، رژیمشون نبر، به ما قول بده که ما رژیمشون نمیبریم، جریان ترکیه رو کارت به کارت نباشه، به پروپای روسا نپیچ، مثلا فرض بفرمایید اقتصاد آمریکا رو چیز نکن، نه یا اینقدر به ما بگو پولا رو شماها دزدیدی، اینجا بخور بخوره، تو هم بخور ما هم میخوریم، من و شما نداریم، اینا رو متوجه مقصود میشید. یه مسائلی هست، باج و باجگیریه، بده بسونه، تجارته، وگرنه هر آدم عاقلی میدونه که رای گیری ها درست نبوده. 72 میلیون امریکایی وقتی میان به ترامپ رای میدن، تو نمیتونی مثلا بگی خب این همینطوری رای دادن و من اکثریت رو دارم، نه، موضوع به این سادگی نیست. امیدوارم اونهایی که پشت پرده، اون گردن کلفتا، اون مدیران برجسته جهان، اون رؤسای جهان، مدیر که چرت کنم، اون خدایان پشت پرده، اون سیاستگزاران جهان، تا یه حدودی به یک منطق عقلانی برسن که ادامه این حرکت برای اولا برای خود ما امریکایی‌ها و صنایع ما، چون منی که میرم پشت سر جو بایدن میستم به عنوان مثلا رئیس فلان کارخانجات اصل احساسی که فقط به فکر اینم که دو مرتبه منطقه رو به هم بریزم که من بتونم چند ده میلیارد چند صد میلیارد اونجا اسلحه بفروشم، اول به این فکر کنم که اگر این کره زمین نابود بشه من دیگه برم به اسلحه بفروشم. درسته من به فکر منافع مالی خودم هم، به فکر منافع چیز خودم هم، کسب درآمد خودم هم، ولی خب باید یه جایی باشه که من بتونم کسب درآمد بکنم. بنابراین یه مقداری عقلانیت باید برگرده، چون الان تمام شرایط در جهان از حالت عقلانیت خارج شده. وقتی که مرکل، این ابله، این آلمانی که من میشناسم، اینا تا مطمئنه به قول خودشون، همیشه این آلمانی مثالی دارن میگن آلس موسون در پرسنزاین، همه چی باید 100% باشه. اینایی که هنوز خودشون نمیدونن جریان چیه، کی بداری که بگه، بعد تو میای تبریک میگی، خب بیجور میدونی اگر ترامپ الان بره تو کاخ سفید تو چه دا میفته، تو چه عذرخواهی میخوای الان ترامپ بکنی، میخوای چی بیاید بگی، چجوری میخوای موضوع رو ماسمالی کنی؟ چرا؟ چون مرکل اولین نفریه که میدونه با آمدن ترامپ وضعیت آلمان چه خواهد شد. دیشب در آلمان یک تظاهراتی بود، این تظاهرات کی را انداخته تو آلمان؟ یه شب 6000 نفر ریختن تو خیابونا توسط اون حزب تازه تأسیس شده. خب امریکا فیس نمیذاره آلمانو، اونا هم اینا رو انگولک میکنن. بنابراین خیلی ساده حضورتون عرض کنم، قولهای جهان به جون هم افتادن، شد مثل جنگ جهانی دوم. آلمان حمله میکنه سپتامبر، آخر سپتامبر 1939 حمله میکنه، میره هیتلر میگه که من صبونمو که دارم مینوشم مرز لهستان باید رد بشه، صبونم که تموم بشه باید ما 100 کیلومتر تو خاک لهستان باشیم، و همینم میشه، تمام روستاها رو آتش زدن آلمانیا و آغاز جنگ میشه. در حالی که چند وقت پیشش وقتی که از هیتلر سوال میکنن، اینا میگن نه ما با کسی جنگ و دعوا ندیدیم، قولها افتادن به جون هم. شاید خیلی ها اینو ندونن که یکی از اساسی ترین دلایل جنگ جهانی دوم بر سر چی بوده. یکی از اساسی ترین دلایل جنگ جهانی دوم بر سر حاکمیت بر اروپا، نه حاکمیت بر جهان بوده، یا به بخش مهمی از جهان بوده. هیتلر میخواست حاکمیت آلمان رو بر بخش مهمی از جهان، یعنی بر بخشی از اروپا، یا به عبارتی بر تمام اروپا، یه مقداری از خاورمیانه و شمال افریقا ثبت بکنه، تثبیت بکنه. برای همین هم ماشین جنگی درست کرده، تانکایی که ساخته بود برای حمله به روسیه با تانکایی که ساخته بود در صحرای لیبی، خب خیلی با هم فرق می‌کرد نظر آب و هوا. پس این داشت نشون میداد که آماده شده بود برای جنگ، الکی نبود که ارتشش بیاد یهو بره پاریس رو اشغال بکنه. این به این سادگی نیست.
الان دنیا دقیقا برگشته به اون حالت، منتها با این تفاوت که دیگه اینا نمیخوان مثل هیتلر و مثل اون جریان و مثل موسولینی یه مرتبه آتش جنگ رو علم کنن، چون میدونن اگه این کار بکنن جنگ جهانی و فاجعه و اتم و چوچه. جنگ پشت پرده است، جنگ جنگ اقتصادی بسیار بسیار وحشتناکیه برای حاکمیت بر منابع سرمایه پول جهان. یعنی میخوام بر آنچه که ما بهش میگیم نقدینگی در جهان، پول جهان، سرمایه جهان، دعوا بر سر حاکمیت بر سر این سرمایه جهانه. حالا کی بتونه در این درگیری، اگه چون الان اینجوری که مشخصه هنوز با هم کنار نیومدن، اون قولهای پشت پرده با هم کنار نیومدن، هنوز جنگه، هنوز پشت پرده دعواست. یعنی این میگه من رئیس جمهورم، اون میگه من رئیس جمهورم، این میگه تو تقلب کردی، اون میگه تو دروغ، میگه تقلبی در کار نیست، و جنگ و دعوا به صورت شدیدی ادامه داره. هر موقع که ما دیدیم یکی از این دو تن کوتا اومدن که بابا میشه مذاکره کردن، میشه فهمید که پشت جبهه یواش یواش دارن به توافق میرسن، که این اتفاق باید حد اکثر تا پایان سال 2020 به چیز بشه. یعنی جهان یک کریسمس نرمالی داشته باشه، یعنی اون کسی که میخواد بیاد به مردم کریسمس رو تبریک بگه، حالا اینکه رئیس جمهور امریکا که طبیعتاً باید تبریک بگه و اونم که حالا خودش رئیس جمهور میدونه یا رقیب شدیدی میدونه، اینا بیان و تبریکی به جهان بگن که این تبریک ازش بوی صلح، آشتی، دوستی و یک بوی خوبی ازش بیاد، بوی عطر ازش بیاد، بوی عید ازش بیاد. ولی اگر بخوام بیان و بشینن با اخم و اینا که من رئیس جمهورم و دیدین چه بلایی به سر من آوردن به این شکل بگن، متاسفانه تو سال 2021 اگر آغاز بشه ما در یک بزنگاه بسیار بسیار تلخ تاریخ هستیم، که تلخی چه از یک بزنگاه شوم تاریخ هستیم، که مطمئن باشین درگیری های شدید نظامی در جهان در راه. من شکی به این موضوع ندارم، امیدوارم اشتباه کنم، من نه مفسر سیاسی هم نه سواد سیاسی دارم، این چیزی که دارم میخونم میبینم به عقل ناقصم رجوع میکنم، دارم حضورتون عرض میکنم، شاید همه حرفایی که زدم 100% همش اشتباه باشه، امیدوارم که اشتباه باشه. بله جناب آقای احمدی، ما تو این هفته اگه خب خاطرتون باشه واقعی آبان 98 رو داشتیم که سالگردش بود، سال روزش بود، و به هر روی سعی کردیم که این روزها رو زنده نگه داریم، مخصوصا برنامه هایی که ما پخش کردیم همگی در وصف آبان خونین بود. و اما جمهوری اسلامی خیلی ترسیده، نیروهایی که توی خیابان‌ها واداشته، یعنی گاردهای نظامی در کنار خیابان‌ها قابل رویت بودن، مرتب فیلم‌ها و عکس‌هایی که بچه‌ها از داخل بر ما می‌فرستادن نشون می‌داد که تدابیر امنیتی در خیابان‌ها بسیار شدیده، و الان هم جمهوری اسلامی بهانه کرونا رو پیدا کرده برای اینکه بگه مردم بیرون نیان و یه حکومت نظامی راه بندازه، اجازه نده که از این استان به اون استان سفر کنند و در خیابان‌ها نباید تجمع باشه و خیلی جاها رو تعطیل کرده، از این جور کارها. نمیدونم خبری از ایران دارید؟ می‌بینین که مثلا مردم رشت بیرون اومده بودن چند شب پیش، تصاویرشو بر من ارسال کردن، کماکان این تظاهرات ها وجود داره، کسانی که مال باخته شدن برای بورس، کسانی که مشکل اقتصادی پیدا کردن، کسانی که امروز دو تا خبر خودکشی به دست من رسیده از داخل ایران. چه میشه آخر؟ یعنی مردم ایران همین جوری باید تحمل کنن این شرایط رو و ما بشینیم دست به دعا که شاید وضعیت تغییر کنه، این اروپا از پشت این آخوندا بیاد کنار تا وضع بهتر بشه؟ یعنی این تنها راه حلیه که ما داریم؟ نه خیر، این تنها راه حل نیست. تنها راه حل این استش که ملت ایران که در طول تاریخ شما به تمام ملت‌های جهان که نگاه کنید، ایرانیان، من این رو با سند میگم، با سند تاریخی، ایرانیان، حالا خوشبختانه متاسفانه اینو دیگه شنونده خودش باید تعیین کنه نوع جنسش رو، ایرانیان
تنها ملتی هستن در جهان که روی هیچیشون نمیتونی حساب بکنی. یعنی شما وقتی راجع به ملت ترک صحبت میکنید، تکلیف ترک ها با خودشون و با جهان و مشخصه. راجع به اعراب که صحبت میکنید، تکلیف خودشون با خودشون و با جهان مشخصه. راجع به کل آفریقا، راجع به اروپایی ها، راجع به هر ملتی، راجع به ژاپنیا، چینیا، ایرانیا، تنها ملتی هستن در دنیا خوشبختانه یا متاسفانه، بیشک در بعضی مسائل خوشبختانه، در بعضی مسائل متاسفانه، تنها ملتی هستن که غیر قابل پیش بینی هستن. یعنی یه ملتی که یک مرتبه وامیده 200 سال وای میسه در برابر حمله تازیان، 200 سال چیز میکنه به اصطلاح، میره تو خلسه خاموش و سکوت میکنه، سکوت میکنه، میره میچپه تو زیر زمین ها و یک سکوت عمیقی سراسر کشور رو دربر میگیره. و اگر واقعا مغول به ما حمله نمیکرد، چه بسا که دیگه چیزی از ایران باقی نمیمون. شاید یکی از حسنای حمله مغول به ایران و اون انقراض جریان خلفای عرب، این خب کمک شایانی به ما کرد. یعنی ما در برابر یک حمله وحشیانه که قرار گرفتیم، از دست یه سری وحشی نجات پیدا کردیم، افتادیم دست یه سری وحشی دیگه، ولی وحشیایی که سرانجام تونستیم یه جوری پسشون بر بیاریم. و یه ملتی هستیم که یک مرتبه دست به انقلاب مشروطیت میزنیم، که هیچکس جرأت نداشت در اون موقع در برابر استبداد قاجار واقعا بدون اجازه سران قاجار، سلاطین قاجار، شما اجازه نفس کشیدن نداشتی. اگر کسی تاریخ قاجاریه رو خوب خونده باشه و دقت کرده باشه، میبینه از دوران آقا محمد خان اخته تا لحظه‌ای که مشروطیت در ایران جرقه‌اش زده میشه، چنان استبدادی در ایران حاکم بود که حتی با سرکوب مشروطیت و با برقراری استبداد صغیر در دوران محمد علی، اون محمدعلی نوکر روس‌ها که بزرگ شده روی پای لیاخوف روسی بود، چنان وضعیت استبدادی و خطرناکی در سراسر کشور بود که شما در سراسر ایران جز دار زدن مردم ایران، آزادی خواهان، به نام قاچاقچی، به عنوان اخلالگر، به عنوان آشوبگر، به عنوان راهزن، شلاق، فلک کردن، کتک، تحقیر ایرانیان، سرکوب وحشیانه ابتدایی ترین خواسته مردم ایران، فقر، بیماری، عرض کنم اعتیاد و نوکری برای اجانب، تمام رجال سیاسی ایران وابسته به دولتین روس و انگلیس بودن. بر سردر خانه ایرانیان به ویژه در تهران و تبریز و برخی از شهرهای ایران مثل رشت، عرض کنم همدان، کرمانشاه و ساری، گرگان، مشهد، بر سردر خانه ایرانیان یا پرچم چیز بود، روسا بود، یا پرچم انگلیسا بود، که یعنی تحت قیومت این دو کشور بودن. و ایرانیان واقعا در اسفناکترین دوران تاریخ خودشون بعد از حمله تازیان زندگی میکردن. حالا شما سنشو بکنید یه چنین شرایطی که مملکت دوچار شده بود و این گزمه ها و چماخکش ها، بسیجی های قجر تو خیابون ها، خیابون که چرزم تو همون کوچه پس کوچه های کاشان، عراق، تهران، قم، شهر ری، هر کسی رو که دلشون میخواست دستگیر میکردن، هر کسی رو که دلشون میخواست فلک میکردن، از هر زنی که خوششون میومد و هم داشتن شب میبردنش، اصلا روز روشن میبردنش، هر دکانی رو دلشون میخواست میبستن، هر جا که دلشون میخواست میرفتن، مثلا گفتن آقا 100 تا نون پخت کردی، آره تمام نونا رو بده ما برداریم بریم، هر کی همونجا اعتراض میکرد دستور میدادن همه رو دم در اون دکان نونوایی بزنی، با تیر بزنی. یه چنین کشوری شما ملاحظه بفهمید یک مرتبه انقلاب مشروطیت بشه، خب رو این ملت نمیشه حساب کرد. بنابراین شرایطی که الان در کشور ما حاکمه، روی ملت ایران نمیتونی حساب کنی. این ملت یک مرتبه میبینی به پا خواست و دیگه تمومه. آخوند از این میترسه، چرا؟ چون هیچ کس، هیچ طبقه ای در ایران به مانند قشر آخوند، چون من اینا رو طبقه نمیدونم، اینا رو قشری میدونم، طبقه به طبقه پزشک میگم، به طبقه دانشجو میگم،
هیچ طبقه‌ای به مانند قشر آخوند ملت ایران رو نمیشناسه. اگر آدم شناسی، مردم شناسی، جامعه شناسی که آخوند نسبت به ایران و ایرانی داره، اگر ما در تمام دوران پهلوی دولت مردان ایرانی، یعنی مثل اسدالله علم، دکتر اقبال، چه بدونم هویدا، همه این کسانی که به هر حال اومدن و نخست وزیران ایران شدن، یک هزارم آخوند چنین روانشناسی جامعه رو میشناختن و چنین آگاهی راجع به ایران و ایرانی داشتن، شک و تردیدی نکنید که پهلوی تا ابد تضمین میشد. شکی نکنید آخوندها کاملا ایرانی ها رو میشناسن، چون از دل جامعه اومدن بیرون، چون همشون منبر بودن با مردم، با مردم عادی، با عوام و با طبقه پایین جامعه و متوسط جامعه در ارتباط بودن و حتی با طبقه بالا، یعنی آخوندها هم با کارگران در ارتباط بودن، هم با اشراف در ارتباط بودن، هم در طبقه نظامیان بودن، هم در طبقه به اصطلاح جامعه تحصیل کرده ایران. چرا؟ چون به خاطر وجود اسلام شما میخواید دخترتو ازدواج بدی، حالا میخواید تیمسار باش، میخواید مهندس باش، میخواید کارگر باش، میخواید کارمند باش، کسیت میمیره، میخواید باز از هر طبقه باشه، احتیاج به آخوند داری. این آخوندی که میاد حلال و حرومت میکنه، این آخوندی که میاد برای مردت میاد میشینه شعر و ترانه میخونه و فاتحه میخونه. بنابراین آخوندا چون در تمام ارکان جامعه نفوذ کرده بودن و اطلاع داشتن از جامعه ایران و روانشناسی جامعه ایرانی میشناختن، میدونستن یه ارتشی طرز فکر چطوریه، یه پزشک طرز فکر چطوریه، هنرمند به چی فکر میکنه، نمیدونم دانشجو به چی فکر میکنه، خانم خانه‌دار به چی فکر میکنه، طبع جامعه رو میشناختن. چون این آخوندها جامعه رو میشناسن، برای همینه که کراک رو در ایران پخش میکنن دست جوونا. اعتیاد رو میگه آقا پخش کن. مشروب نه، مشروب باز میشه بیدار شید، مشروب وقتی شما میخوری حواس میکنی باید برقصی، مشروب دیسکو میخواد، مشروب کاباره میخواد، مشروب رقص میخواد، مشروب آواز میخواد، مشروب بزم میخواد، بزم شادی میخواد. اعتیاد تکیدت میکنه، میندازته، تلپت میکنه، چرتوت میکنه. برای همین هستش که از شجریان حمایت میکنه. چرا؟ چون شجریان با ترانه هایی که میخونه میاد و یک جامعه رو میخوابونه. ولی اینا شهرام شپره بعدشون میومد، از اکبر گلپا، استاد گلپا بعدشون میاد، از ایرج بعدشون میاد. چرا؟ چون ترانه های این بزرگان چه در ساختار موسیقی سنتی، چه در ساختار موسیقی اصیل، چه در ساختار موسیقی به اصطلاح امروزی و جاز یا پاپ، این به تو یه تحرک عشقی میده، به تو یه تحرک فیزیکی میده، بلند شی برقصی، یا حتی اگه میخوای آهنگ سنتی گوش کنی، ترانه های ایرج و عرض کنم استاد ایرج و استاد گلپا یا نادر گلچین یا سایر بزرگان موسیقی اصیل ایران یا سنت ایران گوش کنی، شما رو تو یه حالتی میبری که اون حالت عشقه، به یاد خیام میندازه تو رو، به یاد سعدی میندازه. برای همینی که شجریان افتخار میکنه میگه من از خیام زیاد نخوندم. چرا؟ چون اون بخش مذهبی اجازه رو بهش نمیده، چون فلسفه خیام نمیخوره به یه آدمی به نام شجریان با اون تفکر مذهبی که در وجودش هست، که بنمایه زیر اصلی ایدئولوژیش خودشم توده‌ایه، یعنی ضد ایران و ایرانیه. برحال مقصودم این استش که آخوند جامعه ایرانی رو کاملا درک میکنه. چون جامعه ایرانی رو درک میکنه، نمیذاره یکی مثل آقای حبیب روشنزاده، استاد روشنزاده بیاد همچنان گویندگی تلویزیون رو به عهده بگیره. خب شما انقلاب کردید، با روشنزاده چیکار دادی؟ چون روشنزاده با صداش صدای یک ناسیونالیست رو تو ایران پخش میکنه، وقتی که میگه مثلا غلام حسین مظلومی فرصت گل، ایران ایران، خب این شور و هیجان ناسیونالیسم بهت میده. اون از کی خوشش میاد؟ از عادل فردوسی پور. چرا؟ چون عادل فردوسی پور تو ایدئولوژی جمهوری اسلامی بزرگ شده، چون عادل فردوسی پور رو خودشون ساختن که بعد بینشون دعوا بندازن، میگن که مثلا خامنه ای با این بده ها، واسه همین مثلا چون با این بده باشه حسادت میکنه، اینقش بیرون. نه این نیست داستان، اینا پدر سوخته بازی اخوندی که باید دستشو بخونی. وقتی دستشو بخونی بعد دیگه وارد بازی آخوند نمیشی. چون متاسفانه جامعه ایران هنوز نتونسته، یک بخشی از جامعه ایران نتونسته دست آخوند رو بخونه، برای همین وارد بازی شجریان میشه، وارد بازی عادل فردوسی پور میشه، وارد بازی نمیدونم نادر که اون مهران مدیری میشه، وارد بازی فیلم معمای اون فیلم مارمولک میشه، وارد بازی سریال معمای شاه میشه. ملاحظه فرمودید؟ آخوند میدونه جامعه رو، برای همین میگه جوونو اعدام کنید، جوونو معتاد کنید، جوونو بنشونید استادیوم فوتبال، وقتی میرن نذارید اون شور و هیجان بهشون دست بده، بگید سینه بزن، موسیقی رو قطع کنید تو جامعه، گل میزنید صلوات بدین که دیگه زورشون به این نرسید، دیگه دیگه نتونستن وقتی گل میزدن اون حزب الله تو استادیوم بلند شدن الله، آخه به این چه به این رب داره، ولی جمعیت دیگه اینجا همکاری نکرد.
اونجا زورشون نرسید، یه جاهایی زورشون نرسید، نمیتونستن دیگه، زورشون نرسید زن ایرانی رو نذارن بره دانشگاه، دختر ایرانی نذارن تحصیل کنه، میخواستن جلوشو بگیرن. در حالا که نمیتونیم جلوشو بگیرن، آخه مقنعه بکنی سرشون، با روسری علافشون کنی، که خانوما تا میان بیرون هم تو اتوماتوار هر 10 دقیقه یه دستش میاد رو سرش که این روسری رو بکشه رو صورتش و همین طور علافت میکنه، تو رو مغزتو مخدوش میکنه. اون براش مهم نیست تو روسری داشته باشی یا نداشته باشی، اون میخواد تو رو علافت کنه، اون میخواد تو رو سر کارت بذاره، اون میخواد تو رو همیشه گرفتار بکنه که روسریمو برداشتم، برنداشتم، رفته بالا، رفته پایین، نکنه آرایشم تون باشه، لبامو پاک کنم، لبامو پاک نکنم. میدونی چی میخوام بهتون بگم؟ یعنی یک بخشی از جامعه، مهم جامعه ایران که بانوان ایران هستن، نیمی از جامعه ایرانی اینطوری سر کار بذاره. بنابراین آخوند دقیقاً میدونه داره چیکار میکنه. منتها یه چیزی رو که آخوندم میدونن اینه که رو جامعه ایرانی نمیتونی حساب بکنی. این جامعه بریزه تو خیابون تموم کار، میریزه تو خیابون، ولی هنوز اون پتانسیل اصلی رو نداره، یعنی هنوز اون بنمایه بابک خرمدین تو وجودش نیومده، اون بنمایه ستارخان و باقرخان رو نداره، هنوز بچه های جنوب نتونستن برن تو قالب علی دلواری، بچه های بوشهر، بچه های خوزستان، اسمشو میارن، عاشقش هستن، افتخارم بهش میکنن، ولی میگن اون جسارت رو ندارن، اون شجاعت رو ندارن. دلیلش چیست؟ خیلی ساده عرض کنم، دلیلش رادیو تلویزیون های لس آنجلسه. چرا من 3 ساله گریبان اینا رو گرفتم؟ البته من 20 سال گریبان شده بودم، این 3 سال به صورت تصویری دیگه، به صورت وسیعی مردم دیگه حرفا رو میشنون، اونا که تو رادیو منو میشناختن و صدای منو شنیدن میدونن که من از به اصطلاح 8 9 ساله که به صورت جدی دارم میگم اینا همشون چیزن، همش یا نیمیشون اینا عامل برها. چرا؟ به دلیل اینکه رسانه‌های گروهی بانو پریسا همین الان جریان جو بایدن و ترامپ رو کی علم میکنه؟ رسانه‌ها، مدیاها، مدیاهایی که به عنوان زبان فارسی در دنیا داره پخش میشه، در لس آنجلس، در لندن، چیکار دارن میکنن؟ یا دارن پول جمع میکنن به نفع خودشون، یا جلو دوربین دارن چرت میزنن، یا دروغ میگن، یا داستان میگن، یا کتاب میخوان، هر کاری میکنن الا اون کاری که باید بکنن، یعنی دادن اطلاعات میهن پرستی به مردم، یعنی حس میهن پرستی رو در مردم کشتن، ملت رو پای تلویزیون ها نشوندن، مردم هی نشستن میگن چی میشه، خب الان بریم با آقای محسن سازگارا صحبت کنی، الان بریم با دکتر نمیدونم فلانی صحبت کنی، الان بریم با نوری علا صحبت کنی، همش صحبت کنیم. خب بس صحبت کنیم، به کار به کجا کشید؟ به هیچی. جوون ایرانی یه نسل، دو نسل، سه نسل، نسل چهارم اومده میگه ای بابا سه نسل من به هیچی نرسیده. حالا نسلی که نسل چهارمه به دلیل این اشاعه اینترنت و اینا هم که چون دیگه به هر حال سه نسل رو دیدن چوب خورده، برادر کوچیک دیده برادر بزرگش معتاد شده، برادر کوچیک دیده برادر بزرگش در کلاس سوم راهنمایی تحت تاثیر کرده به علت فقر خانه، برادر کوچیک دیده برادر بزرگش مثلا فرض بفرمه به بزهکاری روی آورده، رفته چاقوچه شده، چه بدونم دوز شده اینا، حالا یه نسل اومده میگه من نمیخوام مثل برادرم باشم، نمیخوام مثل خواهرم باشم، میخوام تحصیل کنم، حالا میرم تو اینترنت ببینم چه خبره، با هزار یه بدبختی میرم تو اینترنت، تازه میگن صدای ماها رو گوش میکنن، صدای امثال ما رو گوش میکنن، میرن دنبال هویت ملیشون، و حالا که دنبال هویت ملیشون رفته یه نسل بلند شده، این نسله که میخواد تکلیف ایران روشن کنه. جمهوری اسلامی از این داره میترسه، جمهوری اسلامی جلوی این نسل ایستاده، چون سه نسل خوابون، واقعا هم خوابون، نسل منو که منفجر کرد، نسل قبلی که اصلا منفجر شده خدایی بود، بعد از من دو نسل دیگرم خوابون، با جریان خاتمی، با جریان احمدی نژاد، حالا این نسلی که اومده الان زیر 30 ساله، حالا این نسل اومده میگه که نه دیگه، حالا جواب منو باید بدی. من نه شاه رو دیدم، نه جنگ رو دیدم، نه خمینی رو دیدم، من علی خامنه ای رو دیدم، خامنه ای جواب ما رو بده. حالا با این نسل میخوان چیکار کنن؟ این چیزیه که وحشت به جون رژیم انداخته، که در همین آبان ماه در سالگرد کشتار میهن پرستان و مشروط خواهان، حالا اومدن و برای بچه ها، برای من از رضایه، تبریز، رشت، تهران، گرگان، ساری، عرض کنم یکی دو شهر دیگه، برای من اهواز، برای من پیام بزن آقای احمدی اصلا اینجا به اون شکل نیست، مثلا جریان کرونا یا خب مثلا یه ساعتای اصلا کاملا مشخص حکومت نظام کردن، مثلا اصفهان رو تقریبا حالا حکومت نظام در آوردن، و این داره نشون میده که رژیم وحشت کرده، به شدت هم وحشت کرده، و این همون مطلبی که حضورتون عرض میکنم که دیگه نمیتونی جلوی این روند رو نمیتونی بگیری. این دعوایی که تو کاخ سفیده اومده به خاطر این جریان، که آقا جون این مردم نمیخوان، شما دارید به زور جمهوری اسلامی رو به ملت ایران تحمیل میکنید. این اون بخش عاقل جهانه که داره میگه، اون بخشی که میخواد جمهوری اسلامی بمونه میگه اوکی اینا ما قبول داریم، مردم اینا رو نمیخوان و فلان اینا، اما شما
کمک نکن که اینا برن، چون اگه شما کمک بکنه اینا برن پهلوی میاد، ما میخوایم جلو پهلوی رو بگیریم. تمام دعوا الان تو کاخ سفید بر سر ایران و مسئله فلسفه پهلوی است. خیلی ساده عرض کنم، شاید این حرفی رو که من میزنم در مثلا آقای نتانیاهو الان گوش کنه خندش بگیره یا مثلا امثالهم، ولی ببخشید اون چیزی که عقلم به من میگه من به زبان میارم. دعوا بر سر ایران و بر سر آینده نوع حکومت سیاسی، نوع رژیم آینده ایرانه. دعوا 40 سال بر سر آمدن و یا نیامدن پهلویسته در ایران. من شکی به این موضوع ندارم. این ملت ایرانه که باید به خواست طبیعی خودش یعنی بازگشت پهلوی برسه. ما میهن پرستان باید تمام سعی خودمون رو بدون ترس، بدونی که بترسیم، از هیچی بترسیم، نه از کشته شدن، نه از تهمت شنیدن، نه از این همه اتهامات ناجوانمردانه‌ای که باند شهرام و همایون، باند میبودی، باند نوریزاده و امثال این اراذل اوباش به ما اتهام میزنن، سلطنت طلب و بی سواد و چاقوچش، همین یه مش چاقوچش بی سوادی که پدر و مادر ندارن، این اتهاماتو به ما آدمای با پدر و مادر دار میزنن توسط عوامل خودشون، توسط شاگرد پادوهاشون که میارن جلوی دوربینا. ما بدون وحشت از این اتهامات، بدون ترس از باند منشأ امیرها یا همین دیگرانی که پشت سر این ایستادن، ما باید کار خودمون رو بکنیم و باید پهلویستو به ایران برگردونیم. این تنها راه نجات کشور ما، منطقه ما و جهان. بازگشت پهلوی یعنی مجددا بازگشت صلح به جهان. در غیر این صورت مطمئن باشید که دنیا میره به سمتی که چپ جهان به ریاست انگلیس میکنه. بله، عرض کنم خدمتون که جناب آقای احمدی، دوستان زیادی سوال کردن، بیشتر بچه ها میگن که ما با من در تلگرام در ارتباطن جناب آقای احمدی، و بحثشون سر اینه که میگن ما اگر بدون اسلحه، بدون اینکه بتونیم از خودمون دفاع کنیم، از خونه ها بیایم بیرون، 100% دوباره شکست میخوریم. بچه ها رو کشتن، بچه ها رو میکشن، صحنه های آبان پارسال رو میفرستن برای من و مرتب روی این موضوع تاکید میکنن. من گروه هایی میبینم که دارن آموزش میدن چطوری بتونیم نارنجک دستی درست کنیم، چطوری بتونیم اسلحه درست کنیم. درسته که این نگران کننده است، ولی از طرف دیگه وقتی از زاویه اونها هم به ماجرا نگاه میکنی، نمیتونی سرزنششون کنی که آقا جان اسلحه درست نکنی. چون یکی از این بچه ها صحنه رو برای من ارسال کرده بود جناب آقای احمدی، که این صحنه تازه امسال پخشش کردن، یعنی سال گذشته این صحنه منتشر نشده بود. یادتون هست در ماه شهر گفتن اون طرف نیزارها تعداد زیادی از جوانها رو جمهوری اسلامی کشت، یعنی با تانک و با ماشین های نظامی رفته بودن، بچه ها تو نیزارها قایم شده بودن، بعدن اینا با تانک رفته بودن تو نیزارها، از رو بچه ها رد شده بودن. این صحنه رو دقیقا یکی از تلفن هایی که یکی از این بچه هایی که خودش هم از بین رفته داشته با تلفنش فیلم برداری میکرده، که نشون میده که قشنگ اینا با ماشین اومدن از رو بچه ها رد شدن. این فیلمو یکی از دوستان برای من ارسال کرده، میگه خانم پریسا شما که میگین مردم بیاین بیرون، بیاین بیرون، مردم اگر بیان بیرون دوباره میشه مثل آبان گذشته، اینها رحم ندارن، اینا میکشن. ما 5-6 هزار نفرمون کشته شدن، شما نمیتونین بشینین اونجا بگین مردم بیاین بیرون، برای که ما اومدیم بیرون و این حکومت میکشه. خیابونها تبدیل شده به صحنه های جنگ و ما دیدیم که چقدر کشتن برای اینها آسونه. زن بارداری که روی زمین افتاده بود و فوت کرد با بچه داخل شکمش، و به هر حال من نمیدونم این بچه ها رو چطوری باید آروم کرد. اگه بهشون بگیم آقا جان نه مسالمت آمیز، خب میگن مسالمت آمیز میشه همین دیگه، ما هیچ وقت نمیتونیم کشور رو پس بگیریم. اگه نخواهیم از خودمون دفاع کنیم، خب دوباره کشته میشیم و من میمونم چی جواب اینها بدم. اینه که بارها در رابطه با این موضوع صحبت کردیم و شما هم تاکید کردید که باید
این اعتراضات مسالمت آمیز باشه، ولی وقتی که اونها صحبت میکنن و از دریچه اونها، از زاویه اونها به موضوع نگاه میکنید، واقعا بهشون حق میدید. در این خصوص میخوام که نظرتون رو بدونم. من یک جمله کوتاهی میگم و وارد این بحث امشب و اینجا و در این روز نمیشم، نه تو این تلویزیون ها الان هر جا دیگه هم باشه، من همین حرفو میزنم. از همه شما من همه شماهایی که در ایران هستید و اون بخشی که الان صحبته که بانو پریسا گفتن و برای خود منم مینویسید که آقای احمدی اینا، رحم ندارن. ما 3 بار 4 بار اومدیم تو خیابون کشتن و تا دست روی ماشه اسلحه نره ما نمیتونیم جلوی جمهوری اسلامی بایستیم. برای منم مینویسید، میبینید که من فقط براتون میگم مینویسم، برای بعضی از شما عزیزان صبور باشید، صبر کنید. من یک جمله بهتون میگم، گوش کنید به این جمله. اجازه بدید تکلیف جهان روشن بشه تا بعد ما تکلیف خودمون رو روشن کنیم. فعلا به همین اعتراضاتتون ادامه بدید، به شعار نویسیاتتون ادامه بدید، یارگیری بکنید، همدیگر رو جذب کنید، همدیگر رو پیدا کنید. چون وقتی ما میخوایم بگیم یه حمله میخوایم بکنیم، ببینید بچه آقا پسر ها، دختر خانوم ها، مخصوصا شما آقا پسر ها، گوش کنید. من مثال های همیشه براتون میزنم که بری تو وجودتون. وقتی که شما میخواید در زمین به یکی حمله کنید، تو زمین فوتبال تیم یکیچ عقبه، ما 10 دقیقه دیگه فرصت داریم حداقل بازی رو مساوی کنیم، الان 80 ما یکیچ عقبی، روبرومون هم یه تیمی واسطه که تیم قدری، تیم ملی آلمانه، تیم ملی انگلیسه، تیم ملی فرانسه است، برزیله، ما تیم ملی ایرانی نفرات خوبی هم داریم. 80 یه گلم خوردیم، 80 دقیقه هم دویدیم، خسته ایم در برابر اون تیم حرفه ای، ما تیم آماتور خسته ایم، اما میخوایم عزم جذب کنیم، امتحان بکنیم ببینیم تو این 10 دقیقه میتونیم مساوی کنیم یا نه. خیلی هم باریکلا که یه گل خوردیم از اون تیم قدر، اگه 2 گل خورده بودیم خب دیگه جبرانش در برابر برزیل تو 10 دقیقه خیلی مشکل میشه، ولی هیچ کاری نشد نداره. و اینو همیشه در همه جهان ما دیدیم، در تمام زمینه ها. بنابراین مایی که الان یه گل عقبیم و تیمم قدره و زمین مال اوناست، تماشاگر مال اوناست، داور به نفع اوناست، ما فقط یک راه داریم، یک همت دست جمعی برای نتیجه گیری، یعنی برای اینکه بازی رو حداقل مساوی کنیم. ما 2 راه داریم، یا اینکه باید با زرنگ بازی یه جوری تو 18 قدم یه شلوغ بازی را بندازیم، یه پنالتی ازشون بگیریم که یکی از پنالتی زنهای خوبمون بره نتیجه رو مساوی کنه، که در برابر یک تیم آماتور یک چنین کلکی زدن کار ساده ای نیست، ولی شدنی هست. خب میشه پنالتی گرفت، کار ساده ای نیست، چون تیم حریف حرفه ایه، تیم آماتور جلومون نیست. یعنی ما نمیخوایم بریم تو 18 قدم تیم ملی کویت ازشون پنالتی بگیریم، اون کار ساده ایه. ما میخوایم بریم تو محوطه جریمه تیم ملی برزیل، آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، آرژانتین، اسپانیا، تیمای قدر جهان، هلند. بنابراین این یک راهه که با به یه طریق ما این پنالتی رو بگیریم. یک راه دیگرش این هستش که همه بچه‌ها از خط دفاع تا هافبک‌ها تا خط حمله، هممون به سمت دروازه حریف با تمام قوا تا بریده شدن تمام مینیسک پامون، یعنی وقتی سوت پایان زده میشه حداقل 5 تا بازیکن مینیسک پاره کرده باشه، تماممون حمله کنیم، هممون حمله کنیم، بازی رو یه طرفه کنیم، یعنی طوری که دروازه‌بان ما از 18 قدم خودش هم بیاد بیرون، بیا تقریبا وسطای زمین، یه توپ نذاریم بیاد، اونم بعد از 80 دقیقه ها. 80 دقیقه جلوی یک تیم قدر بازی کردیم، ماهیچه هامون دیگه گرفته، 80 دقیقه اونا دوندنمون، یه گلم عقبیم، اما زدیم به رگ غیرت، میخوایم توی این 80 دقیقه پایانی یه گل به اینا بزنیم، میدونیم که پنالتی هم نمیتونیم ازشون بگیریم. چگونه باید این کار بشه؟ باید هممون حمله کنیم، توپو مفت از دست ندیم،
شوت راه دور نزنیم که بلکه با شوت بره تو گل، نه، این توپ باید بره تا پشت 18 که اونجا نتیجه بگیری. اگر قراره که نتیجه بگیریم، ما باید برسیم پشت 18 حریف. ما از وسط زمین نمیتونیم شوت کنیم، ما نمیتونیم فقط از کناره ها حمله کنیم، ساند کنیم. خوب اون بچه‌ای که فوتبال بلدید، این مثالو میزنم که آقا پسرایی که بیشتر اهل فوتبالن قشنگ حس کنن من دارم چی بهتون میگم، دختر خانم ها حس کنید من دارم بهتون چی میگم، حتما بلد نباید بلد فوتبال بازی کنی که دیدنش هم میتونید حس کنید من بهتون چی میگم. بنابراین اجازه بدید که با یک تاکتیک قشنگ که فوتبال دیمی نشه، بچه ها همتی بریم، غیرتی بریم، یه پنالتی بگیریم، مثلا محمد صادقی شوتزن خوبیه، محمد هرچی تو اومد زیر پات بزن، حسن روشن از راست برو بلکه بتونه اون گوشه. اینطوری نمیشه کار کرد، دیمی نمیشه کار کرد. حریف قویه، دشمنتون دست کم نگیرید، داور مال اوناست، امکان داره حتی تو خودت هم تو 18 بزنی زمین پنالتی برات نگیره، 100,000 نفر هم دارن اونا رو تشویق میکنن. خب بازیکن هم تعویض هم نکردن، یعنی اونا هنوز حق سه تا تعویض هم دارن، یعنی میتونن سه تا فوروارداشون رو بکشن بیرون، سه تا بک هم بیارن تو زمین که دیگه کاملا بازی رو ببندن. ما هر سه تا تعویضمون هم کردیم، یعنی هیچی به نفع ما نیست، اما ما میخوایم نتیجه بگیریم. صبر کنید تا نتیجه بگیریم دیگه. به بی‌گدار به آب نزنید، بی‌گدار به آب زدید که کارتون به اینجا کشیده که میگین تنها راه رهایی جنگ مسلحانه. گوش کنید من بهتون چی میگم. تاریخ ایران نشون داده که فقط جنگ مسلحانه حرف اول و آخر رو نزده. تاریخ ایران هم نشون داده که جنگ مسلحانه حرف اول و آخر رو زده. من شماها رو میفهمم، سعی کنید شماها ما رو بفهمید. وقتی میگم ما، یعنی اون بخشی که نمیخواد کشور تجزیه بشه، نمیخواد خونریزی بشه، نمیخوایم برادرکشی بشه، نمیخوایم خیابونای تهران بشه بیروت. فراموش نکنید پشت مرزها علی ناجوانمردی ها و بارزانی ها خوابیدن. فراموش نکنید حسن شریعت مداری رو. فراموش نکنید جنگ ارمنستان و آذربایجان رو. فراموش نکنید شیطنت های ترکیه رو. فراموش نکنید اونور مرز پاکستان اتمی رو. فراموش نکنید وهابیون سعودی رو. فراموش نکنید چپ اسرائیل رو. فراموش نکنید اروپا رو. حالا دیدید چرا میگم 100,000 تا جمعیت دارن اونا؟ خب فراموش نکنید جنگی که تو کاخ سفید هست. خیلی چیزای دیگر هم فراموش نکنید. بنابراین صبر کنید با عجله. یه چیزایی هستش که با زور و بازو حل نمیشه، با منطق حل میشه، هرچند حریفت غیر منطقیه. یه موقعی هستش که شما وقتی در برابر یه حریف قدر وای میستی، این نمیتونی با چهار تا مش بخوابونیدش. خب این خوابوندن این حریف یه تاکتیک خاصی داره، ضربه ها رو باید به جایش بزنی که بیفته. خیال نکنید فقط شما تو صورتش بزنی میخوره زمین، نه، اون صورت انقدر مش خورده که اون نمیخوره زمین. باید نقطه ضعفش رو پیدا کنی. نقطه ضعف جمهوری اشغالگر اسلامی دست میهن پرستانه. صبر کنید تا هممون با هم همت کنیم با کمک پادشاهمون. فرامین اعلیحضرت رو فراموش نکنید. وقتی بهتون میگم به فرامین اعلیحضرت با دقت گوش کنید، فرامین اعلیحضرت رو، فرمان پادشاه رو با دقت گوش کنید، اینه که کار به اینجا نکشه. یادمون نره که ما هنوز یک آس تو دستمون داریم، یعنی یک برگ برنده هنوز تو دستمون داریم و اون آخرین برگه، یعنی تفنگ ستارخان و باقرخان، اون هست هنوز، اون برگم نسوزونید. اوکی؟ فرمودن برگ. بله، عرض کنم جناب آقای احمدی، دوستان زیادی از داخل ایران پیام ارسال کردن در مورد مشکلاتی که پیش اومده، بچه‌هایی که عزیزانشون رو که به خاطر اینکه تست کروناشون مثبت شده بوده حال خوبی نداشتن، بردن بیمارستان و میگن که 50% کسانی که به بیمارستان رفتن فوت شدن، و خانومی که خودش شهادت میده که
دو تا از همتختی‌هاش در اون اتاق به خاطر خوردن یک قرص که برای اونم آورده بودن فوت کردن و اون چون این قرص رو نخورده و خوابش می اومده، گفته بعدن بیدار میشم میخورم، زنده مونده و بعد ثابت شده که اعضا و احشام بدن اینها رو در میارن و یک در بیمارستان ها یک تیم های اینها درست کردن که بتونن اجزای بدن رو در بیارن و بفروشن. یعنی به همین راحتی دارن تجارت میکنن با اعضای بدن و الان هم چند روزیه که اومدن تبلیغات دارن میکنن که کمبود خون داریم، که مردم بیان خون بدین. یعنی دیگه اینو خیلی دوستان به صورت جدی میگن که مشخصه که جمهوری اسلامی داره دست میزنه به همچین اعمالی برای اینکه بتونه درآمدزایی کنه با فروش خون و فروش اعضای بدن. چقدر فکر میکنین این موضوع صحت داره؟ 100%. به خاطر اینکه من خبر این موضوع رو از حدود 8 ماه پیش دارم، 8-9 ماه پیش، و هیچ هم نگفتم، در گوش دوستانم گفتم. یکی از دوستان من از ایران اومد بیرون، یعنی رفته بود چیز ایران برای مادرش، حالش بد بود و یکی از همیانان از ایرانیان عرض کنم وقتی اومد داستانی رو برای من تعریف کرد، چون من ایشونو میشناختم و میدونستم آدمی نیست غلو بکنه، دروغ بگه، بخواد انسانی که سن و سال بالایی داره و اهل این کارا نیست، انسان نرمالی است و انسان منطقی است. وقتی که مطالبی رو که گفت، چون من با دقت به بعضی مسائل گوش میکنم و بعضی مسائلی که میدونم مهمه با دقت گوش میکنم، وقتی به حرفاش گوش کردم و عکسایی که به من نشون داد و صحبتایی که کرد، آدرسایی که داد، من کاملا مطمئن شدم که فروش اعضای بدن به صورت تجارت در بیمارستان‌های ایران هست. و اگر من به شما بگم، که البته نمیگم اینجا چون امکان داره مسئله برای تلویزیون به وجود بیاد، به صورت اشاره‌ای میگم، اون پروفسور معروفی که میره ایران و میاد و با اینا خیلی رفیقه، اینها تجارت دارن که اعضای بچه ها رو، بدن بچه ها رو میفروشن به آفریقا و به اروپا، که یکی از مشتریاش آلمان، انگلیس و سوئد. اتفاقاتی که پس از فرقه تبهکاران، پرونده هایی که رو خواهد شد، بانو پرسی یه بارم حضورتون عرض کردم، سر هممون شاخی بزنه مثل گوزن، پرونده هایی که رو بشه، یعنی اتفاقاتی که تو زندان ها داره میفته که غیر قابله بازگو کردنه. یعنی هالیوود راحت یک قرن سوژه داره برای فیلم ساختن، فیلم هایی که شک و تردید نکنی هر کسی نمیتونه بره تو سینما بشینه نگاه کنه از وحشت. یعنی فراموش کنید فیلم های دراکولا و جنگ ویتنام و جنگ جهانی و یهود ستیزی و یهود کشی، فراموش کنید اونا رو. اصلا هیتلر خیلی آدم مهربونی بوده نسبت به این اراذل اوباش. حالا دیگه شما هر فکری دارید برید بکنید. صحبت شکن. از هیتلر کردید، هفته گذشته کریستیان امانپور، این خبرنگار CNN، یه صحبت هایی کرده بود، گفته بود که ترامپ، یعنی ترامپ رو مقایسه کرده بود با هیتلر و اصلا نمیدونم چرا این کار رو انجام داده بود، چه ربطی داشت، ولی خب دنیا صدا کرد و خیلی ها اعتراض کردن، از جمله یهودیان بسیار بسیار سر و صدا کرده بودن که اصلا چه لزومی داره که دوباره شما اسم هیتلر رو میاری و چرا مقایسه میکنی ترامپ رو با هیتلر. در نهایت عذرخواهی کرد، ولی چنین تفکراتی هنوز وجود داره. یکی مثل کریستیان امانپور، چیزی در مورد سابقه ایشون میدونین، میخواین صحبت کنین در موردش؟ کریستیان امانپور یکی از کسانی بود و هست که از لابی های جمهوری اسلامی در امریکاست. کریستیان امانپور فلسفه اصلاح طلبی رو در ایران دنبالش بود، هنوزم دنبالشه، از دوستان بسیار بسیار صمیمی خانواده دزد رفسنجانیه، سوابق بسیار بسیار کثیفی داره که یکی از عوامل
ادامه حیات ننگین فرقه تبهکاران در خارج از کشور در بین رسانه ها کریستیان امانپوره که با نفوذی که داشت میدونی که این یک چپیه و بسیار بسیار ضد ایرانیه، دشمن قسم خورده ملت ایران، کشور ایران، به ویژه دشمن قسم خورده پهلویه و برای نگهداری جمهوری اسلامی تن به هر کاری داده، تا مرحله‌ای که با تمام سران جمهوری اسلامی مصاحبه کرد و ازشون تعریف و تمجید کرد. چند میلیون دلار تا حالا توسط خاتمی، باند رفسنجانی و حتی باند احمدی نژاد، یعنی هر دو جناح دروغین رژیم، چون جناحی نیست مثل دروغین میگن، هر دو جناح چند میلیون دلار تا حالا تو حساب این خانم بیختن، میلیونره، توسط پولهای دلارهای نفتی جمهوری اسلامی، مثل هوشنگ امیر احمدی، یکی از دشمنان قسم خورده ایران و ایرانیه، یکی از کثافت‌ترین کثافت‌هایی است که تاریخ رسانه‌های جهان به خودش دیده، خیلی بی‌شرفه. بله بله. یکی از دوستانم نوشته که کریستیان امانپور حاصل ازدواج احمد جنتیه، حالا نمیگم با کی. بله این هم داستانیست و به گفته شما اصلاح طلب و اصولگرا همش فیلمه و در واقع همه یک جناح هست در ایران. اساسا جمهوری اسلامی اجازه نمیدهد که نظری غیر از نظر رهبری اصلا بیان بشه. بعد این نماینده هایی که امروز روز دارن تند و تند میان و ایراد میگیرن از حکومت و در مورد نامردمی ها، خیلی جالبه، هفته گذشته یکی از نماینده های مجلس اعلام کرده بود که در مجلس شورای اسلامی اعتصاب قضا میکنه برای اینکه با گرسنگان و کسانی که از نظر معیشتی حال و روز خوبی ندارن در کشور یه جوری همدلی کرده باشه، ابراز همدردی کرده باشه. یعنی دیگه این اوج تمسخر تا چه حد با احساسات مردم، با افکار مردم اینها بازی میکنن. یکی مونده به این آقا بگه که آقا شما لازم نیست که بیای و احساس همدردی کنی، به خود زحمت گرسنگی بدی، یکم از اون حقوق میلیاردیتون که دارین میگیرین و اون اختلاس هایی که میکنید بین مردم مستمند حداقل منطقه خودتون تقسیم کنید، مشکل حل میشه. بله، اما پولایی که حاج حسین اوباما ریخت تو دامن جمهوری اسلامی، با همون پول شما میتونستین ایران آباد کنید. 150 میلیارد کم پولی نیست، کم پولی نیست، این میتونه یک کشور رو از بنگلادش میتونه واسه آمریکا بسازه. دزدن، یه مش دزد در ایران حکومت میکنن، یک مش دزد دارن اینا رو، دزد و جنایتکار در ایران حکومت میکنن، یه مش دزد و جنایتکار به عنوان کشورهای غربی و شرقی از اینا دارن حمایت میکنن، یک مش دزد و جنایتکار هم شدن کمپوزیسیون ایران در لندن و لجنجلیس. این کل ماجرای این 41 سال، همشون مأمورن، همشون هم از عوامل جمهوری اسلامی هن یا عضو حزب دموکرات امریکا، رسما و علنا دارن ملت ایران رو، شهرام و همایون رسما آخوند آورده نشونده توی تلویزیونش، یعنی نیورد تو دنیا همین که من و شما صحبت میکنیم، آخوند آورده و داره از آخوند میگه که میخواد آخوند خوب بسازه. خب دیگه یه نفر چطوری میتونه ثابت کنه من نوکر جمهوری اسلامی هم؟ چند میلیون دلار پول ملت ایران رو تا حالا گذاشته تو جیبش، داره با پول یکی واسه خودم که واسه جیبم باز میکنه. بله منظورتون مهدی خزعلی بود؟ نه خیلی، آخوند اسم کثیفش یادم رفته، گذاشتم عکسشو گذاشتم توی کانال. من فکر کردم مهدی، آخه مهدی خزعلی هم آخوندزاده است و خیلی خنده‌دار بود. اون آخوندزاده است، اینی که من میگم آخوند با لباس آخوندی، یعنی با عمامه و عبا. آها با عمامه و عبا، اسم مردشو برداشت یادم رفت. بله جالبه، خیلی جالبه. بله بله عکسشو میفرستم الان براتون توی واتساپتون نگاه کنید، از تلگرام. سپاسگزار میشم، ارسال کنید، ما تو برنامه حتما استفاده میکنیم. بله استفاده کنید. نکته‌ای که مهدی خزعلی در موردش صحبت میکرد در برنامه شهرام همایون این نکته بود که میگفت منزل پدری ما
متعلق به شاهنشاه آریامهر محمد رضا پهلوی بوده، یعنی علناً سند به نام محمد رضا شاه پهلوی بوده و این خونه رو بعد از انقلاب دادن به پدر ایشون. باریکل. و وقتی که پدرشون فوت میکنه این خونه رو میفروشن، تقسیم بندی میکنن بین بچه‌ها. و داش میگه من الان آقای شهرام همایون، من تو برنامه شما میخوام حلال بودی بطلبم از شاهزاده رضا پهلوی و بگم که منو حلال میکنه که این پول به من رسیده از سهم پدری، از همون خونه که متعلق به پدر شما بوده، من این پول رو خرج بکنم، من اجازه دارم این پول رو خرج بکنم، قصبی نیست. ببینید اوج وقاحت تا کجا، وقاحت تا کجا. آخوندن شما مگه نمی شهرام و همایون روزی 30 تا کامیون داره فوش میخوره تو فیسبوک، 40 تا کامیون فوش میخوره تو اینستاگرام، 50 تا کامیون فوش میخوره تو یوتیوب، 100 تا کامیون داره فوش میخوره تو تلویزیون از مردم، ولی ببینید با چه پررویی میاد میشن. چرا؟ بچه آخونده دیگه، آخونده روشون باز پرروه، بچه پرروه، میگه من فقط پول میخوام، اینقدر به من فوش بده تا خسته بشی. این خزعلی که میاد میشینه این مزخرفاتو میگه، من بهش بگم تو همون خونه میشینیم و راجع به سند با هم صحبت میکنیم، به زودی این کارو باید خواهیم کرد. مطمئن مطمئن باش. بله، من همینه که به بچه ها میگم با عصبانیت نمیشه کاری کرد، چون بانو پریسا یه جملاتی هستش آدم، من خودم وحشت میکنم روبروی آینه به خودم بگم، ولی یه جمله رو من حضور شما برای ثبت در تاریخ عرض کنم. خدا کنه به امید پروردگار ایران حرف من اشتباه باشه و هیچ وقت این حرفی که الان میزنم به واقعیت نپیوند. امیدوارم آزادی ایران از اقیانوس خون خواهد گذشت، بعد انتقام کشی خواهد شد متاسفانه. حالا حسابشو بکنید، جنگ مسلحانه هم بیاد این وسط دیگه، ببینید چه خواهد شد. امیدوارم که بله دوستان این تصویر رو فرستادن. بله دوستان این تصویر رو فرستادن. مرعشی صدر، مرعشی صدر. بله بله از کجا شما قیافه اینو نگاه کنی، قیافه اینو نگاه کنی. بله شهرام و همایون رو برگردونی به 30 سال پیش. اصلا این آقا حاضر میشه با تلویزیون پارس اسرائیل مصاحبه کنه؟ نه من میگم ببینید، نه حاضر میشه، من حاضرم با این آقا مصاحبه کنم و شرافتن حاضرم باش مصاحبه کنم، ولی دیگه اگه نتونستم عصبانیت و ناراحتی خودم کنترل کنم، شما حاضر نیستین بیاین باش صحبت کنین؟ ببینید حق صحبت مردم ایران رو از ایشون بخواین بگیرین. من اگر بیام با ایشون صحبت کنم اصلا مثل آقای شهرام همایون صحبت نمی کنم، اصلا به هیچ عنوان. من طور این آقا رو به چالش خواهم کشید که از آخوند بودن خودش پشیمان بشه و همونجا عمامه خودش رو آتیش بزنه. حالا شما خودش ناراحت نکنه، امشب ما رو با آتش نکنید. جد آقا نیاد یقه ما رو امشب بگیر، شانس که نداریم که صوفیا رو بیاد جد آقا بیاد. خب سپاسگزارم از شما جناب آقای احمدی عزیز، برنامه بسیار بسیار خوبی بود و مثل همیشه پربار. امیدوارم که دوستان پاسخشون رو گرفته باشن، پاسخ سوالاتتون رو. من تا جایی که برام امکان داشت صحبت‌های شما عزیزانی که از داخل ایران با من در تماس هستید از جناب آقای احمدی پرسیدم. بچه ها صبور باشید، صبر کنید و با این امید که آزادی نزدیک باشه سعی کنید رسانه‌های میهنی رو بیشتر تماشا کنید، برای دوستانتون ارسال کنید، برنامه های ما رو ببینید، برنامه های میهن پرستان رو ببینید و شاید بالاخره یه روزی هم ما بتونیم از اینجا نوید آزادی رو به شما بدیم عزیزان، و اون روز به باور من دور نخواهد بود. درست آقای احمدی؟ 100%. ببینید بچه ها یه چیزی رو من بهتون با قدرت میگم، مطمئن باشیم بهتون دروغ نمیگم.
شک و تردیدی نکنید که جمهوری اشغالگر اسلامی، این آخوندها، این رژیم تا چند هفته دیگه، چند ماه دیگه حد اکثر تکلیف خودشان و جهان روشن خواهد شد، یا اینوری یا اونوری. فقط صبر کنید ببینیم ما چه دلمون بخواد چه دلمون نخواد، داریم روی کره زمین زندگی میکنیم، عضو این خانواده کره زمینی. هر اتفاقی روی کره زمین بیفته در کشور ما، در سرنوشت مملکت ما هم تأثیر گذاره. بنابراین ما باید ببینیم چه اتفاقاتی داره میفته، بر اساس اتفاقاتی که افتاده این بار باید درست تصمیم بگیریم. هیچ کس نبوده که بیاد به شما با شما درست صحبت کنه. دارید همین الان عکس رو نگاه کردید، تمام رسانه های فارسی زبان در سراسر جهان به جز ایران آریایی و این تلویزیون پارس، این برنامه، من دارم راجع به خودم و برنامه خودم میگم، به جز این دوتا تلویزیون که ایستادن دارن آگاهی به شما میدن، دارن به شما خط درست میدن، نه سرتون رو کلا میذارن، نه به زور پول ازتون میگیرن، نه بهتون نمیدونم لبو میفروشن، نه بهتون پرچم میفروشن، دارن کاری که از دستشون بر بیاد دارن انجام میدن. هیچ تلویزیونی در لندن، در واشنگتن، در لس آنجلس، در هیچ کجایی که فارسی زبانه سالم نیستن. مدیرانشون، کارمندانشون، پشت دوربین، جلوی دوربین، آبدارچیشون، رانندهشون، همشون دزد، مزدور، همشون در فکر حفظ جمهوریت در ایران هن. یا حفظ جمهوری اسلامی، یا حفظ جمهوریت در ایران، یا نوکر بیگانه. حتی کسانی که پشت دوربینا دارن دوربینا رو کنترل میکنن، واسه خاطر 2-3 هزار دلار جوون خودشو فروخته، شرف و ناموسشو فروخته به شهرام همایون. اگه به من مایه 200 هزار دلار پول میداد و من بلد بودم این کارهای فنی و بلد بودم پشت خط کار کنم، مایه 200 هزار دلار هم به من میداد، منو دوربینی تو مخ شهرام همایون خورد میکرد که من شرف و ناموسم رو نفروشم که از تو بی شرف حقوق بگیرم که بیام قیافه تو لجن رو تو دنیا پخش کنم، که بعد با آخوند بشینی گفتگو کنی. گفتگو کردن با آخوند و آخوندزاده هیچ اشکالی نداره، اما مصاحبه کردن با اینا و اونطور حرف زدن با اینا اشکال داره. من همه تونو خزعلی، من دعوتت میکنم به خرج خودم رو خط تلفن بیارمه باهت، نه مصاحبه کنم، مجادله کنم، مچالت کنم، کاری بهت بکنم که شرمنده بشی که اساساً اسمت اینه. خیلی مؤدبانه بلایی به سرت بیارم که خودت بگی من دیگه مسلمان نیستم، غلط کردم، به گریه میندازمت. تو هوشنگ امیر احمدی، این آخونده، همه ی اراذل اوباشی که با شهرام و همایون گفتگو کردید، یا با علیرضا میبودی گفتگو میکنید، یا با جمشید شالنگی گفتگو میکنید، یا با نوریزاده، همه شماها، یا با اون بیژن فرهودی، همتونو، من همتونو دعوت میکنم به خرج خودم میارمتون رو خط تلفن. همتون مزدورید، از محسن سازگارا بگیر برو تا نوریزاده و این اسماعیل نوری علا و شکوه میرزادگی، همتون مزدورید. همه شماهایی که میاید و میشینه جلوی این دوربینا هیچ هدفی ندارید جز حفظ جمهوری اسلامی، جز حفظ جمهوریت در ایران، همه تو نوکر آخوند و نوکر حزب دموکرات امریکا و چپ جهانی. با قدرت میگم، رو حرفم هم میمونم، پس از پایان این شورش و آمدن حکومت قانون، مشروطیت در ایران، تک به تک حرفایی که بهتون زدم خواهید دید که دروغ گفتم یا راست گفتم. هیچ کدام از شما جرأت این که پا به ایران بزنید ندارید، چون میدونید چه پرونده های ازتون رو میشه. خودتون میدونید که اگر ترامپ برگرده به کاخ سفید، 99% تلویزیون های فارسی زبان تعطیل خواهد شد. خیلی چیزا رو میدونید که دارید تقلا میکنید که جو بایدن بره تو کاخ سفید. خیلی چیزا رو میدونید، منم خیلی چیزا رو میدونم، اما فعلا وقت گفتنش نیست. سر فرصت خواهیم دید که کار به کجا خواهد کشید. ما ایران رو پس میگیریم، باید پس بگیریم، شکی نکنید که پسش میگیریم. بچه ها، شعار نویسی و با حوصله به سمت اعتیاد نرید، ورزش بکنید، سالم بمونید که بتونید سالم فکر کنید. انسان از گرسنگی نمیمیره، انسان از تشنگی نمیمیره، انسان از نبود آزادی میمیره. و
برای آزادیتون بجنگید، نه برای معدتون. برای میهنتون بجنگید، نه برای دینتون. برای کشورتون بجنگید، نه برای ناموس تو خونتون. چون وقتی کشور نداشته باشی، میهن نداشته باشی، نه دین داری، نه ناموس داری، نه خورد و خوراک داری، نه هیچی داری. به پا بخیزید برای میهنتون. میهن بالاتر از هر چیزیه، هر چیزی. میهن بالاتر از پروردگاره. اگر میهن نداشته باشی، دینم نداری، خدام نداری. به میهنتون فکر کنید و به فکر میهنتون باشید که میهن گرفتارمون رو از چنگال آخوند نجات بدید. گوش کنید به بچه های میهن پرست، گوش کنید. شاد و پیروز باشید. سپاس از شما بانو پریسای گرامی، خیلی ازتون ممنونم. جناب آقای کامران همکار شما، خانم آقایون، همه عزیزانی که سوال که چرت کنم، ما با هم گفتگوهایی که میکنیم، امیدوارم تونسته باشم پاسخگوی پرسش‌های شما عزیزان باشم. شاد و پیروز باشید. تا هفته آینده، پاینده باد ایران، جاوید شاد. سپاسگزارم. سپاس از شما جناب آقای احمدی و بار دیگر تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو به برنامه میهن پرستان در تلویزیون پارس اسرائیل دادید. بدرود. تا هفته آینده و تا ابد جاوید شاه. جاوید شاه. بله دوستان خوبم، در اینجا برنامه این هفته میهن پرستان هم به اتمام رسید. فراموش نکنید به یوتیوب ما سر بزنید، برنامه رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و از این رسانه که صدای بی صدایانه، صدای شما میهن پرستان واقعی است، حمایت کنید. با این امید که به زودی بتونیم شاهد خبرهای خوب در سراسر جهان باشیم. باهاتون بدرود میگم. به امید آزادی ایران، تا ابد جاوید شاه، پاینده صلح ایران و اسرائیل، و بدرود. پسر منو کشت تو این خیابون، تو رو از من گرفت، سر منو تیر زدن، برای این چی تیر زدن منو بالامون بالانو پرتاب پیش بودن. پسرم فرم جا قاتل بچه من رهبره، من هیچ وقت ازش نمیگذرم. یه قاب عکس تو دستشه، بدون این که خستشه، نمیذاره یه لحظه هم چشم ستاره بستشه. اسم جگر گوششو جهان. پاره تن ماها رو گرفتن و نه فقط اینها، صدها و صدها، صدها و صدها در سراسر این سرزمین مادرانی مثل اینها هستن. امان افتاد، امان افتاد، امان افتاد. رو میکنه به آسمون، میگه خدای من نبود، بپذیرین امان تو، جاش بده توی کهکشون. تو گوشم صدای اون، خالی نمیشه جای اون، ها میذارن هزار هزار دوباره جای پای اون. میگه ای عزیزترینم، تو نفس دارم تو سینم، به خدا همه جوانان خوب وطنمون رو بده. Thank you.
اتهام های وادی کشتند به خاطر اینکه حکومت کنند. این حکومت دیدی نخواهد پایید. ایرو زود داره اما سوخت و سوز نداره. میگه یه روز خورشید ما از تو افق سر میزنه، پشت خزون میشکنه و بهار میاد در میزنه. میگه ای عزیزترینم، تو نفس دارم تو سینم، به خدای لحظه از پا نمیشینم. تو نرم درود دوستان، پریسا هستم. بعد از فرارم از ایران و مبارزه با بیماری سرطان به این نتیجه رسیدم که در این دنیا مسئولیتی دارم. با همکاری تنی چند از دوستان ایرانی اسرائیلی تلویزیون پارس اسرائیل رو تأسیس کردیم، اولین رسانه 24 ساعته که یکی از تعهداتش اینه که امین و مردمی باشه. این رسانه ملی وابسته به هیچ دولتی، گروهی یا حزبی نیست و کاملا مستقل در راستای حمایت از حقوق جامعه ایرانیان سعی داره صدای بی صدایان باشه و دقیقاً به همین دلیلی که مشارکت شما رو میطلبه. میتوانید حمایت مالیتون رو از طریق پیپل که در این سایت قرار داره واریز کنید. کافیه روی کلمه دونیت فشار دهید و یا با من پریسا تماس حاصل کنید. ضمناً آماده پذیرش آگهی تبلیغاتی شما نیز هستیم. شماره تماس من 2972 50 20 21 813.